بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 11 آبان ماه 1397، برابر با 2 ماه نوامبر سال 2018 میلادی، و از آمریکا این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. ما سالهاست که برنامه ای داریم به نام پناهجویان را دریابیم، و هدف از این برنامه این هست که دوستان، مخصوصا جوانهایی که در کشورهای مختلف هستند و به خاطر حکومت دیکتاتوری آخوندا و جمهوری اسلامی خانواده و مملکت رو رها کردند و الان در کشورهای گوناگون در یک حالت برزخ و نگران منتظر هستند، با اینها صحبت میکنیم تا بلکه صدای مظلومانه اینها به گوش دیگران برسه و شاید سازمان ها بتونن کمک کنن، یا اونهایی که حتی مسئول هستن در اداره مهاجرت یا در سازمان ملل بتونن برای این دوستان کاری انجام بدن. امروز با خانم هما رضایی والا هستیم از دانمارک، و از ایشون من خواهش میکنم، ضمن اینکه بهشون سلام میکنم و خوش آمد میگم، خواهش میکنم که خودشون رو در چند دقیقه به ما معرفی کنند که کی هستند، چرا امروز در دانمارک هستند، و شرایط ایشون و جوانهای دیگه‌ای که اونجا هستند به چه صورت هست. سلام خانم رضایی، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. به قول معروف، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، بفرمایید. و بینندگان عزیزتون، هما رضایی والا هستم از ایران، شهر تهران، و حدودا 2 سال نیمه که به عنوان پناهجو در دانمارک زندگی میکنم. و 3 تا مصاحبه داشتم با اداره مهاجرت، و بعد از 3 تا مصاحبه جواب رد گرفتم و منتظر دادگاه هستم، و 1 سالی که منتظر دادگاه هستم و همچنان در بلا تکلیفی و انتظار هستم. شما 3 تا مصاحبه کردید. خب اینا چی میگن؟ اینا شرایط ایران رو نمیدونن، نمیبینن. الان 40 سال هست که افرادی مثل من، مثل شما، مثل دیگران بالاخره یه خونه داشتیم، زندگی داشتیم، کاشانه داشتیم، فامیلی داشتیم. همین که قید اونها رو میزنیم و جدا میشیم از اونها، نشون میده که چقدر به اصطلاح به ما اونجا سخت میگذره. حتی بعضی موقع مثلا در شرایط شما جانتون در خطر هست. چرا اینها چشمشون رو میبندن، گوششون رو میبندن و به اصطلاح گفتهای شما توجهی نمی کنن؟ یه مقدار ما رو آشنا کنید، مخصوصا الان این چند روز گذشته روابط ایران و دانمارک رو هم دیدیم که مقداری مثل اینکه شکر آب شده. بفرمایید. دلیل اصلیشو من راستشو بخواید نمیدونم، ولی چیزی که خودم فکر میکنم اینه که دولت دانمارک فکر میکنه که ما برای زندگی بهتر مهاجرت کردیم و پناهجو شدیم، در صورتی که واقعا ما جونمون در خطر بوده به خاطر ایمانی که داشتیم، فعالیتهایی که داشتیم، جونمون در خطر بوده که حاضر شدیم کشورمون و خانوادهمون و تمام وابستگیامون رو ترک کنیم و به جایی بیاییم که اینجا هیچ هویتی نداریم و باید همینطور از صفر شروع کنیم و مثل یک کودک یاد بگیریم و زبان باز کنیم و صحبت کنیم. و باور نمی کنم شرایط ما رو، که واقعا چه شرایط سختی توی ایران داشتیم و واقعا جونمون در خطر بود. فکر میکنم که برای زندگی بهتری که مهاجرت کردیم. خب شما صحبت از دین کردین، دین و باور شما چیه؟ کی به اصطلاح بفرمایید. من در سال 2015 در شرایط روزای سختی رو میگذروندم به خاطر از دست دادن مادرم و حال روحی خوبی نداشتم. توسط یکی از دوستانم با کلام خداوند آشنا شدم و کلام خداوند برای من قدرت عظیمی داشت و به شدت قلب من رو لمس کرد و راه جدیدی رو تو زندگیم باز کرد و به کلام خداوند ایمان آوردم و در کلیسای خداوند دوستای بسیار خوبی پیدا کردم که با محبتشون و دعاهاشون تونستم کمتر خلق و نبود مادرم رو حس کنم و بیشتر و بیشتر باور کنم و ایمان بیارم.
و در نهایت به خاطر فعالیت مسیحی که داشتم برام مشکل پیش اومد و مجبور به ترک کشورم شدم. خب چرا همین کلیسا و دوستانی که اونجا هستید، چرا اونها فعالیت بیشتری نمی‌کنن به این اداره مهاجرت، یا من نمیدونم چه سازمانی اونجا مسئول دوستان پناهجو هست؟ چون من تو آلمان که بودم شرکت های مختلفی بود که پشت اون شرکت ها مثلا تورستوی بود، امنستی اینترنشنال بود، ولی اصلی و پشتشون همون سازمان ملل بود و میدونیم که مسئله پناهجویی و پناهندگی یک چیزی هست که سازمان ملل مسئولش هست. فکر نمی کنید که دوستان در کلیسا یا دوستان در سازمان های مختلف، مخصوصا اونهایی که قبل از شما همین شرایط برزخ و سخت و نگرانی رو رفتن، باید فعالیت بیشتری داشته باشن تا راه برای شماها به اصطلاح مقداری ساده تر و آسون تر و صافتر و مهیاتر بشه؟ سازمان خاصی که به پناهنده ها کمک کنه که من نمیشناسم اینجا، ولی خب کلیسا هستن که کمک میکنن و کمکشون در حدیه که میتونن تو رو به خاطر فعالیت هایی که داشتی بهت نامه بدن و اون نامه رو به اداره مهاجرت تحویل بدی و اداره مهاجرت خاطر اون نامه‌ای که بهش تحویل دادی شاید تاثیر به روند پرونده داشته باشه، اونم شاید، و اونجوری شاید بیشتر باور کنن که ایماندار هستی، وگرنه کمک خاصی نمیتونن انجام بدن. خب این کار برای شما انجام دادن یا این بار؟ بله بله. بله من نامه فعالیت گرفتم و تحویل اداره مهاجرت دادم، ولی اداره مهاجرت همچنان پافشاری داره که ما ایمان تو رو قبول نداریم و ایمان نداریم که مسیحی هستی. کاش که یکی پیدا میشد به اینا بگه که خب شما تضمین کنید که اگر اتفاقی برای من افتاد به اصطلاح مسئول شما هستید. هیچ چیزی به این صورت هست؟ کسی قبل از شماها چی میگن اگر یه وقت شما پروندهتون قبول نشه یا مردود بشید؟ اتفاقا من اون روز با خانم عزیزی صحبت میکردم، گفتن که یا باید بریم از اینجا یا از این به اصطلاح کمپای معمولی باید بریم یه کمپایی که افرادی هستن که کیسشون یا پروندهشون قبول نشده ولی حاضر نیستن دانمارک رو ترک کنن. چجوری شرایط اونجا به اصطلاح بعد از این که اگر کسی قبول نشد چی هست؟ چون من مثلا سوئد رو میدونم که حتی بعضی ها رو میخواستن دیپورت کنن، ما باشون مساوی کردیم توی هواپیما برگردوندن و حتی بعضی ها تو زندان امیگریشن بودن باشون مساوی کردیم و بعد به اصطلاح اونا دیدن که اینها حاضرن توی زندان باشن ولی توی کشور خودشون بر نگردن. اونجا شرایط شما به چه صورته و اگر خدای نکرده مردود بشین اینا به شما میگن باید چی کار کنید یا شرایطتون به چه صورت میشه؟ آخرین فرصتی که پناهجو داره توی دادگاه دیگه که باید از پروندهش دفاع کنه و اگر از اونجا هم منفی بگیره دو راه داره، یکی این که بره کلوز کمپ که کمپای بسته هستش که شرایط خیلی سختی داره و نمیتونی از اون کمپ خارج بشی و بعد اونجا بمونی که آیا روزی پرونده دوباره باز بشه به سرستگی یا آیا باز نشه. یعنی که راه دوم اینه که اونا هیچ تضمینی نمیدن مگر اینکه خودت امضا بزنی که دیپورتت کنن به کشور خودت و هیچ تضمینی وجود نداره که وقتی که برگردی کشور خودت آیا اتفاق برات میفته یا نمیفته. و خیلی از پرونده‌ام هستن نه میرن کلوز کمپ نه اینکه به کشورشون برمیگردن، میرن کشورهای اطراف سوئد آلمان، میرن اونجا خودشون معرفی میکنن. خب شرایط اونجا بهتره برای پناهندگی گرفتن یا اونها هم شما دوباره میری مثل یک کسی که جدید وارد شده به قول معروف باید بری تای صف؟ نه دقیقا به خاطر قانون دوبلین دوباره برشون میگردونن کشور دانمارک و فقط یه تایمی از دست میدن و هیچ فایده ای هم نداره. حالا شما زمان آخرین مصاحبتون کی بود؟ چقدر ازش گذشته؟ من یک ساله که گذشته که منفی گرفتم. یک ساله و هنوزم نوبت بعدی براتون نیومده نه؟ هنوزم اصلا هیچ خبری نیست، در انتظار بلا تکلیف هستم. بعد شما توی صحبتتون گفتید مصاحبه بعد گفتید توی دادگاه، یعنی نوع اینها فرق میکنه؟ مثلا اولیش هیرینگ یا همون مصاحبه است یا اینترویو بعد واقعا میشه
دادگاه یا خود بله، ایام؟ آها. اولش اداره مهاجرت از همون اینترویو میگیره و بعد از اون باید بریم دادگاه با قاضی و وکیل. خب الان شما وکیل دارین؟ بله، وکیل من تعیین شده ولی هنوز ندیدم وکیل، من هیچ ملاقاتی باش نداشتم. یعنی اینا هم همون وکیل های تسخیری هست که چون به اصطلاح شما بهشون پول نمیدید، اونا اینجا بهشون میگن پرو بونو، یعنی داوطلبانه یه پرونده ای هم به اصطلاح قبول میکنن که اسمشون نوشته شده باشه که اونجا مثلا چند تا پرونده اینجوری داشته. ولی به نظر من شما بیشتر تلاش کنید، حتی اگه بتونید اونجا یه سازمانی تشکیل بدین، چند نفر با هم باشید، باز صدای چند نفر بیشتر و بلندتر از یک نفر خواهد بود. امیدوارم که به زودی خبر به اصطلاح دادگاه تاریخش و اینها براتون بیاد و بعد از اون هم خبر قبول شدنتون و اینکه از پناهجویی به پناهندگی رسیدید. و واقعا شرم بر آخوندها و حکومت دیکتاتوری که شما جوانها که سرمایه های این مملکت هستید باید در این سن که الان بهترین وقت از عمرتون هست اینجوری نگران باشید و منتظر، چون ما میدونیم انتظار از همه چیز بدتره. ولی امیدوارم که این روزهای سخت با روزهای خوشی که در انتظارتونه جبران بشه. ممنونم از شما، ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. دعا میکنم برای تمام مردم ایران که در صلح و آرامش و آزادی در کنار هم دیگه زندگی کنن. دعا میکنم برای تمام پناهجویانی که آواره غربت شدن که بتونن یه سرپناه امن و رفاهی که حداقل حقشون و ازشون گرفته شده بهش برسن. خیلی ممنون، ما هم از شما ممنونیم که با ما بودید و امیدوارم که خبر قبولیتون رو به ما هم بدید تا ما هم خوشحال بشیم، چون منم به عنوان یک پدر که دو تا فرزند دارم فکر کنم هر دوشون هم از شما مسن‌تر هستن، همینجوری که این خبر رو از شما میشنویم متأثر و ناراحت میشیم. وقتی هم خبر بگیریم که شما دیگه تکلیفتون معلوم شده و میدونید کجا هستید، وضعیت اقامتتون بهتر میشه، اون موقع خوشحال میشه. پس امیدوارم روزهای بهتری در انتظارتون باشه. متشکرم. خیلی ممنون. خب خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با خانم هما رضایی والا بودیم از دانمارک. اگر شما سازمانهایی رو میشناسید که میتونن به این دوستان کمک کنن، من ازتون خواهش میکنم یا مستقیما با خودشون تماس بگیرید. این دوستان همشون به اصطلاح صفحه های فیسبوک رو دارن. البته وقتی که اسم اینا رو می‌نویسیم به خاطر تشابه اسمی ممکنه به جای یه نفر پنج نفر چهار نفر رو ببینید، ولی از روی قیافه و از روی اون مشخصاتی که نوشتن در کجا هستن، در دانمارک هستن یا کشورهای دیگه، میتونید اون شخص اصلی رو پیدا کنید، باهاشون تماس باشید، در تماس باشید و همین که یه خط براشون بنویسید. من خیلی از این دوستان وقتی میان صبح میخوان صحبت کنن یه مقداری نگران هستن، بهشون میگم اصلا نگران نباشید، خود من تو این شرایط بودم و میدونم که چه به اصطلاح روزای سختیه، ولی بعضی وقتا هر چی سختی بکشید بعدا قدر روزای بهتر رو میدونید. و به اینا میگم که فکر کنید توی یه مهمونی هستید، منم مثل دایی شما مثل عموی شما ازتون احوال میپرسم، ولی واقعا روزای سختی هست و سعی کنید که اگر میتونید، اگر جایی هستید امکانشو دارید به این دوستان کمک کنید. خب اجازه بدید ما برگردیم به استودیوی خودمون و برنامه رو ادامه بدیم. امروز متاسفانه آقای امیرحسین لادن با ما نیستن. ترسیدم اول، برای من نوشته بودن که باید برم آتیش خاموش کنم. من خب میدونید بعضی از اصطلاحات آمریکایی رو شما تا یه بار اینجا از یکی از دوستان نشنفته باشین نمیدونید چی به چیه. بعد گفتن ای داد بیداد، اینجا هم اینایی که تو کالیفرنیا هستن چپ و راست مشکل آتش سوزی و اینها دارن، جاهایی که چون خونه ها چوبیه و نمیدونم، والا طرف زندان که میره دوشکش نسوزه، ساختموناش نسوزه، اگه حتی بخواد با کبرید یه چیزی رو آتیش بزنه آتیش نمیگیره، ولی من و شما که داریم مالیات میدیم، تکس میدیم، همه این چیزها همهشون قابل سوختن هستن و دیدید خونه وقتی آتیش میگیره میسوزه تا میاد میرسه به زمین، به اونجایی که سیمان هست
و به اصطلاح طبقه بیسمنت یا تحتانی یا زیرزمین هست، اونجا دیگه آتیش وای میسه. ولی منظور ایشون این بود که کار دارن و گرفتاری های براشون پیش آمده و گفتن که امروز با ما نخواهند بود. ما هم گفتیم خب یه وقت دیگه با هم چیز میکنیم، به اصطلاح برنامه رو ردیف میکنیم برای آینده. اجازه بدید که من این تلفن رو هم روشن کنم. سعید میگه تلفن چی شد؟ این یادم میره، حقیقتش 4 تا 5 تا چیز مختلفه و یه مدت روی کاغذ مینوشتم، اینجوری چک مارک میکردم. ولی بعض وقتا وقتی قرار دارم با دوستان برای مصاحبه، مخصوصا همون اول برنامه، میخوام اینا معطل نشن، یادم میره، یکیش روشن نمیکنم. الان امروز ما یه میکروفون جدیدی پریروز گذاشتیم اینجا، اونو به این به یکی از دستگاه ها ندادم، ممکنه توی یوتیوب لایو برنامه صدا نداشته باشه. همه اینا میدونید به قول خودشون میگن دیفالت یا اساین، یا برنامه رو باید ولش کنی خودش بره انتخاب کنه، یا شما بهش بگی که این برنامه با این میکروفون، این برنامه با اون میکروفون. و یک کمی برای من با این سن و سال سخته، ولی دیگه شما خودتون به سادگی و به آسونی زندگی خودتون قبول کنید، چون تو فارسی میگن سخت گیرد روزگار بر مردمان سختگیر، آمریکایی هم که میگن take it easy. پس take it easy، اگر از این تلفن نمیتونی بگیری برو یوتیوب، اگه اونجا نمیتونی بگیری برو فیسبوک، اگه فیسبوک خودم نمیتونی بگیری برو فیسبوک مردم تیوی، دیگه بستونه. اگه این همه جا میری و نمیتونی بگیری، بگو امروز تقدیر این هست که من نگیرم. و اما امروز با آقای کوروش زعیم که از جبهه ملی ایران هستن و یکی دو بار با ایشون مصاحبه کردم، داشتم یه کمی کلکل از طریق اسکایپ میکردم، چون یه نوشته ای رو فرستاده بودن و این ماجرای کوروش و 7 آبان و اینها. میدونید وقتی این میاد، خب یه سری از اون ور میذارن پست و مینویسن، یه سری هم از این ور میان، مثلا خانم کی هست خدایا، یه عکسی رو گذاشته این طرفش، یه نفر داره ساجده میکنه به کعبه، این بر یه عکسی گذاشته یه نفر داره زمین رو میبوسه و ساجده میکنه به مقبره کوروش. میگه خب این چه فرقی داره؟ یکی به شوخی نوشته این یکی قنبلش بالاتره، اون یکی قنبلش پایینتره. یکی نوشته که این باور نداره به سجده کردن و بت پرستی، ولی برای آخوندا آقای حرفات شیه. دیدم این آقای زهرابی با آقای رامین پیرامون، آقای پیرامون حالا فهمیدی شماها هیچ کدومتون آدم درستی نیستین، وقتی یه چیزی رو میفهمین که اشتباه بوده به اونایی که قبل از شما فهمیدن تماس بگیری و بگی که سوربی من نفهم بودم مثل تو، حالا فهمیدم و منم حالا با تو توی همون حزب خران با هم هستم. الان در هر صورت کارمون خیلی خرابه. آقای پیرامون داشت صحبت میکرد با آقای زرابی. آقای زرابی، اولا اگه کسی میخواد فوشای بیشتری یاد بگیره، حتما برنامه آقای پیرامون رو تماشا کنه، این تبلیغ مجانی آقا برای شما، چون هر چی فوش که بلد نباشید ایشون میده به مسعود بهنود، به هر کسی، هر جا برنامه داره ایشون فوش میده، به همه میگه این از همه بیشتر میفهمه، این از همه وطن پرستره. و یادم میاد چند مدت پیش فکر کنم ایشون تو هلند بود، خب اینا ماهایی که مثلا پناهنده بودیم نمیبرن اون که مثلا اگه تو شیراز پناهنده باشی یا افغانی که نمیبرنش خیابون باقیرم، حالا گرچه ممکنه باقیرم هم کلاسش اومده باشه پایین، همون دروازه قصاب خونه و نمیدونم اون پایین شهر یه جا بهش میدن، و اون پایین شهر معمولا هم محلها خرابه، هم خود اینها به خاطر فرهنگای مختلفی که آمدن و همه بیکار هستن، دارن از سوشال کمک میگیرن و اینها، کارهای قاچاق زیاده، شب تا صبح، صبح تا شب تو خیابون هم جو ولو هم میچرخن اینها. یه چند نفر گویا داشتن دعوا میکردن، سنگی خورده بود به شیشای آپارتمانی که این آقای پیرامون اونجا هست، پریده بود بیرون به پلیس گفته بود اینا اومدن منو ترور کنن. حتما پلیس ها گفتن آقا تو کی هستی، کجا هستی. در صورت ملت عجیبی هستیم و من برای بعضی از این دوستان مینویسم، میگم ناراحت نباشید، منم قبلا مثل شما نادان بودم، هنوزم نادان هستم و امیدوارم یه روزی دانش و دانایی هممون بیشتر بشه. خب این آقای کوروش زعیم درباره نوشته کوروش
یه مقاله هست یه آقای به نام حسن ارشدی اگه اشتباه نکنم اینو نوشته و من اینو برای ایشون گذاشتم که آقا این اصلا قبر کوروش نیست، اینو والا اونجا میگفتن چی مادر سلیمون، مادر سلیمون یه هم چیزی، و کوروش اگر کوروش هخامنشی اگر زرتشتی بوده، زرتشتی ها باور ندارن که مرده، چون مرده رو میگن نجسه، مرده رو در خاک پاک نمیذارن، مرده رو میذارن بالای یه تپهی تا انقدر بارون و آفتاب بخوره و حیوانات هم بیان بخورنش تا بره نابود بشه. این چه مزخرفاتی که شما چسبیدید. کوروش دستشو از قبر بیرون گذاشت، کوروش نمیدونم سر را سکه ریخت، کوروش به دکترا گفت همراه من بیان فلان بیسار و اینا. اصلا شما فکر میکنید که مثلا 2500 سال پیش همین سیستم بوده، کوروش یه بیداری داشته 15 تا دکتر بوده، کوروش یه جا داشته حسابداری، زنا اینجوری. آقا اونم یه شاه دیکتاتوری دیگه ای، برید از کشورهای دیگه بپرسید. و هرودوت نوشته آقا این اومد خواستم بگم اسباب کشی کرد، خب اونا واقعا اسباب کشی میکنن، لشکر کشی کرد یا به قول افغانی ها جا کشی کرد، رفت کشورهای دیگه و اینجوری نبود که وقتی میرسه اونجا بگه همه برش دست بزنن خوش آمدید خوش آمدید، بعدم این بگه رفراندوم مثل آوارزا میخوام بذاریم شما چه دینی فلان اینا، آقا میکشن و فلان اینا، اسیر میگیرن و غنیمت میگیرن، بعد چی میکنن؟ بعد میگم آقا اصلا حالا شما ول کن. آها افتخار آقای کوروش زمین این بود که امروز جوانی دستگلی بر روی قبر کوروش گذاشت. گفتم آقا آزاد شدیم پاشیم بیام ایران، والا بلا خجالت بکشید، هر سال چند نفر بلند میشین بیرید اونجا، از 3 روز قبلش میگین آخوندار راه رو بستن، از 10 روز قبلش میگین پلیس نمیدونم اینجوری، آقا حالا رفتید آخوندم باز اصلا نقل و نبات و شیرینی برای شما گذاشت، که این آخوندا احتمالا این کار میکنن. شما نگاه کنید توی این مجلس هایی که شاعرها میرن شعر میگن، طرف برای من میفته دیدی آقای حالو امرو چی گفت؟ میگم آره دیدم، ولی دیدی چه مجلسی هم بود، همه داشتن میخندیدن و چایی میخوردن و فلان اینا. خیلی عجیب مجلس ها رو خود آخوندا را میندازن، میگن بذارید آقای مش مشنگ برن اونجا بشینن حرفشون رو بزنن برید. چشماتون رو ببندین برای خودتون تصور کنید، اگر اون کافه رستوران نادری که جای روشن فکران بوده در زمان شاه، در زمان مصدق، در زمان رضا شاه آمده بودن 100 تا از اینا درست میکردن، هر کسی هم فکرشو پیدا میکرد میرفت اونجا، اهل کافی بود کافی میخورد، قهوه میخورد، نبود عرق میخورد، تخت بازی میکرد، شطرنج بازی میکرد، 4 تا فوش به سیستم میداد میرفت خونش. آخوندا این کار کرده، شما تو تاکسی میشینی طرف با شما فوری هم فکر میشه، فوشاتونه میدید شما که پیاده شدی نفر بعدی با اون هم فکر میشه، نفر بعدی همه فوش میدن، همه خوشحال میرن خونهشون، آخوندم بریش همه اون داره میخنده میکشه و میبره و میخوره و هر کار دیگه هم که بگید انجام میده. میگم آقای زعیم برنامه شما برای فردا چیه؟ آقا چشم روز بعد نبینه، فوری چند تا پرونده روی اسکار. میگم عزیز من شما همین کارت هم اشتباهه، کی میاد پرونده و داکیومنت واز کنه؟ اونم حالا شما یا از ایران از این سرویس های چین و روسیه استفاده میکنین؟ من نه اصلا باز نمی کنم اینا رو، مریضم با این همه سیستمی که داریم آنتی ویروس و فلان بیسار اینا، برای خودم دردسر درست نمی کنم. شما حتی بلد نیستید اینا رو روی لینکی بذارین، روی فایل های کوچیک بذارید، بعد توضیح بدید که این چیه. من گفتم آقا شما از یه آخوندی امروز سوال کن، بگو آقا من میخوام اینجوری کنم برم توالت، با پای راست برم یا با پای چپ؟ میگه پسرم بیا اینجا یه ساعتی برات توضیح میده، یعنی باهات حرف میزنه که توی این حرف زدن ببینه پول چقدر داری، چجوری میتونه ازت پول بگیره، چجوری میتونه به خانواده نزدیک بشه، کلا سر اونا بذاره. شما من تا یه چیزی میگم میگه بیا آقا بیا از امروز امتحان کنی، به 10 تا از این روشن فکرا صحبت کنی، به هر کدومشون صحبت میکنی یه کتاب بهت میده، میگه من تو این کتاب نوشتم برو بخون. نه ماها خیلی کتاب خونیم، برای ایشون نوشتم آقا منم مثل ایرانی های دیگه از خوندن کتاب بیزارم، وقتشو این روزا کسی نداره، چرا حرف نمیزنید با ملت؟ شما فکر میکنید هر چی نوشتید مردم خودشون میخونن، به دیگرانم میدن و اجرا هم میکنن؟ صحبت از اجرا،
چه چیزی برای اجرا شدن شما اونجا گذاشتید؟ چه برنامه‌ای برای فردا؟ من آقا اصلا دین و ایمانم جبهه ملی رفتم، آقا سال 2001 رفتم، اون آقای دکتر بهار، آقای تهرانی، آقای مرتضی انواری، آقای دکتر همشهریمون، خدایا حساب دارم اصلا یادم رفت، اهل لاره، همه اینا بودن. نگاه کردم دیدم بابا 16 نفر هستن با هم دعوا، بعدم شدن دو قسمت، گفتیم بابا برمون کتر خود، هیچ کم هیچ برنامه ای نداره، هی هر روز دور، هر هفته دور هم جمع میشن، این میشه رئیس کمیته فلان، این میشه رئیس کمیسیون فلان، آقا برنامه تو چیه؟ کی قرار فلان پیاده روی باشه؟ کی به یه نفر گفتی شما فردا که میای 5 نفرم با خودت بیا، وقتی اونا شدن 6 نفر به اون 6 تا بگی 5 نفر دیگه؟ من بهتون گفتم من مأمور حکومت نظامی بودم توی شیراز و میدیدم که این آخ 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 این لابد از این تلفن های چیزه. هلو ایدار پدرت لعنت اگه دروغ بودی. من همش اینو گوش میکنم شماره شو پیدا کنم، خب قطع میشه. جون بکن شماره تو بگو. مثل تو مردم هم فوشش بده. ببخشید میخوام شما شماره شو بگیریم اگه شماره میده. این همین این سیستم فولی اتوماتیک زنگ میزنه و این روزا اون وقتا شما میتونست شماره تو چیز کنی کس به زنگ نزنه اینا که میخوان چی بفروشن. الان دیگه کاری به این چیزا هم نداره. اون وقت اوناشون که درستن زنگ میزنه میگه اگه نمیخواین یکو بزن یا نو رو بزن یا دو رو بزن ما دیگه بهت زنگ نمیزنیم، که خیلی هاشون هم دروغ میگه. این احمق ترش هر روز زنگ میزنه به من. اون وقت سیستم فوق العاده اینه، شما فقط یه پولی بده به ما، ما این سیستم اتوماتیک رو بهت میدیم، از صبح روشنش کن، برای مردم زنگ میزنه، بهش میگن روبوکار، مردم هم بهت فوش میدن. این بیلمار درست میگه، میگه برید نگاه کنید ببینید تو آمریکا کی کار میکنه به غیر از اون خارجی که داره پیتزا خمیرش رو درست میکنه توی تنور میذاره، اون خارجی که بچهش دانشگاه، خودش شب بعد از کار اولیش داره حالا دلیوری میکنه پیتزا رو به شما میده. یک نفر آمریکایی که داشته باشه کار کنه وجود نداره. یه سیل عظیمیش دیسیبله یا از کار افتادن یا به دروغ از کار افتاده هستن. این جادجودی رو نگاه کنید، طرف میاد میگه چند سال؟ میگه 22 سال. میگه چی کار میکنه؟ میگه من دیسیبلم. میگه چند سال بیکاری؟ میگه دیسیبلی. میگه 7 سال. والا جادجودی هم میخنده میگه شما دیسیبل مغزی هستی. اینم این کار ما شده. از صبح تا شب این تلفن زنگ میزنه، اون تلفن زنگ میزنه، خب جوابشون ندی نمیدونی کیه، مخصوصا وقتی شما در رابطه با مردم هستی. اگرم جواب بدی وقتت اینجوری از بین میره. آقای خوشنودی به نظر شما ما چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ نگی خاک کاهو، میگن خاک کاهو کودش زیاده ولی برای رشد مو خیلی مناسبه. خب آقای کوروش زعیم، عزیز برادر، دوست گرامی، 40 سال شما این کارا رو انجام دادید. بله ما داستان ها داریم، اون نمیدونم پادشاه رو گرفتن انداختن تو زندان، تو زندان که نشسته بود دید این مورچه هی رفت بالا، هی تتتق افتاد پایین، هی رفت بالا، هی شکرق افتاد پایین، بعد دیگه آخر بار رفت موفق شد. اولا اون پادشاه ندید، این یه مورچه نبود،
اینا 10 تا بودن، هی که میرفتن بالا میافتادن، اون جون از فلانش در میرفت، میمرد، نفر بعدی میرفت. چیزی که هست همشون همین حماقت رو انجام میدادن، میرسید تا میافتادن پایین، یکیشون زرنگ بوده رفته. ببینید باید چه کار کنید، چه برنامه دارید، این چه آبروریزی هر روز. هی میای همتون هم جوانای قدیم، جوون جوونتون، منم که 62 سال سنم، یه برنامه، یه گرد همایی. اینجا بهش میگن گراس روت موومنت، یعنی جنبش های پایه‌ای اساسی از پایین به بالا. اینا معلومه، میگه ما امروز میخوایم 500 نفر جمع بشیم، 500 نفر که شدیم میکنیم 10 تا 50 نفر، هر 50 نفری میریم توی خیابونی، توی این خیابون، تو اون خیابون، این 50 نفر باید هر کدومشون 10 نفر بیارن، حساب کنیم 500 نفر، 50 نفر، 50 نفر، 10 نفر، 500 نفر. خب ببینید این تساوی میگیم، نه تو ریاضی، ببین چجوری میره بالا. حالا شما ها میان در جلسه گرد همایی دیروز شادروان فلانی سر قبرش گل گذاشتیم، خب 9 تا بودین، حالا شدین 8. نمیدونم، اگه دوستان فکر میکنید من دارم اشتباه میکنم، شما به من بگید، شما به این دوستان بگید چه باید کرد. ما که هرچی گفتیم، گفت از ما گفتن، از شما نشنیده. خب یه عکسی امروز باز برای من فرستاده بود یه دوستی، و یکی دیگه نوشته بود که بذارید اینجا هست، چادر یا حجاب، به نام چادر. بله این عکس شما ببینید، یکی زیرش نوشته بود که فکر کنم این نصفی از قرآن خونده و به خاطر همین حجابش نصف هست. بعد یه نفر دیگه نوشته بود نه بابا جون، این به عنوان اعتراض این لباس رو پوشیده. خب حالا چون ایام هالووین بوده، ممکنه اصلا به خاطر هالووین یا همین نمایش ماسک و بال ماسکه و اینها بوده. بذار من این عکس اصلا بدم به سیستم که من بتونم اون شعر رو براتون بخونم. ما ایرج میرزا رو داریم که این آقای ایرج میرزا شعر چادر یا حجاب رو گفته. بذارید این بازش نمی کنه، من اینجوری اینو به شما نشون بدم، بیارمش اینجا، اون یکی هم باز کنم. هی باید اینا رو عوض کنیم، چون هر کدوم از اینا یه سازی برای خودشون میزن. ما دیروز 2 ساعت به این کامپیوترمون هی ور رفتیم که یکم سرعتش رو بیشتر کنیم و اینها، میرسه به اونجایی که میگه برو توی استارت اپ تمام پروگراما رو دیسیبل کن. به این دوستانی هم که واردن میگم آقا من میتونم همشون رو دیسیبل کنم؟ یکیش نمیگه بله، میگه شما میتونی دیسیبل کنی بعد هر وقت خواست. میگم آقا همشو اگه دیسیبل کنم، یه جای دیگه خوندم که اگر همه رو از کار بندازی بعد کامپیوترتو دفعه دیگه که خاموش روشن میکنی کار نمیکنه. بله میگه اینها که همین به مشت سینیور سیتیزن هستن، این همین صندلی خالی پس جوانها کو. اوکی هاو اباوت ناو، این میگه که تلفن، گفتم حالا وصله که ببینیم چیه. هاو اباوت ناو لایو، ببخشید دوستان، میگم این ما میکروفون قبلیمون اون روز خراب شده بود، یه میکروفون دیگه خریدیم، اینو که چیز کردیم یکی یکی باید به همه اینا بگیم بابا برای دوستان از این میکروفون استفاده کن، برای خودمون که دشمن هستیم از این میکروفون استفاده کن و الی آخر. بذار من این شعر ایرج میرزا رو پیدا کنم که یا به نام چادر هست یا به نام حجاب. فکر کنم اگر توی گوگل شما بنویسی ایرج میرزا چادر حجاب، میاد این شعر و به این صورته. حالا اینم بهتون نشون میدم، میگه که یک لحظه، شعر طولانی و داستان چیزیه، اگه اشتباه نکنم آقای پرویز کاردانم یه دفعه اون موقع که تو کار نمایش و اینها بود اینو اجرا کرد، خیلی هم قشنگ بود. میگه بیا گویم برای داستانی که تا تأثیر چادر را بدانی، در ایامی که صاف و ساده بودم دم کرباس در ایستاده بودم، زنی بگذشت از آنجا با خش و فش، مرا ارقلنسا آمد به جنبش. این چیزا رو من اگه نمیتونم بخونم دوستان، برای اینه که تو کتاب فارسی ما که نیومدن اینا رو بخونن برامون. بله آمد ایرج میرزا رو خوند، آخ نمیدونم دست پسرم شد
خورد آه پای پسرم خورد به سنگ آه فلان. الان میبینم سعید اونجا به من گفت تلفن کار نمیکنه ولی پریده اومده اینجا فیسبوک، خیلی ممنون. با دوستان دیگه هم همین کار رو انجام بدن و با کمبودهای ما بسازن. میگه ززیر پیچه دیدم قبقبش را، کمی از چانه قدری از لبش را. این پیچه و اینا اون حجابای سنگین تریه که قدیما بوده، دوره رضا شاه میدونید اینا اصلا یه چیزی مینداختن رو صورتشون وقت مثل توری بود، بعد یه چیزی که میخواستن صحبت کنن یک کمیشو میآوردن بالا اینا. خلاص میگه که از اون زیر قبقبشو دیدم و وقتی حجاب اینجوری سنگین باشه اینه که طرف قبقب طرفو میبینه حالی به حالی میشه، ولی شما اینجا برو لخت. پریشب آقا خانمه اصلا لخت بود، تو برنامه جیمی کیمل لخت اومده بود، مثل اون خانمی که تو فیلم کی بود، خانم فرانسوی که تو فیلم شون کانری بازی کرده بود، یه کورستی خیلی هم باز، یه شورت خیلی کوتاه پوشیده بود، ولی وقتی میاد معمولیه. شما تو نیویورک یه فیلمی گرفته بودن، اون خانمی که با روسری با حجاب میاد مردم بیشتر نگاش میکنن، از زن گرفته نگاش میکنن تا بچه ها نگاش میکنن، چون اون متفاوت گوناگونه فرق میکنه. پس با این کارش باعث میشه نگاه مردم بهش زیاد بشه، ولی آزاده که این کار انجام بده. بله ما هم هیچ دخالتی نداریم، آزاد باشیم، ولی هرچی این کارها رو شما بکنی بدتره. داری راه میری پایین پاد، یکم پاد میاد بالا، پاد که نه، چادرت میاد بالا، اون آقای حشری میشه، ولی اینجا لخت و پتی داره میره، عین خیالت نیست. خلاصه جاستان از اینه که میگه این جوونک وایستاده بود تو کوچه، یه خانم با حجاب آمد رد شد و این جوونک خلاصه وایستاد صحبت کردن و خانمه رو گرفت برد توی دالون رو، ولی میگه اون خانمه خیلی نجیب بود، همچین این چادرش محکم چسبیده بود. میگه وقتی این محکم چسبیده بود به چادر و قسمت بالا، من هر کاری دلم خواست از قسمت پایین انجام دادم. این که من دیدم اینجا این عکس، فوری یاد اون شعر ایرج میرزا افتادم. این شعرم هست، اگه نتونستین پیداش کنید به من بگید، براتون لینکشو بفرستم یا یکی از دوستان لینکشو توی فیسبوک هم بذاره. این شعرهای ایرج میرزا، اون ماجراهای دولت و انتقادا و اینا رو اگر به ما میگفتن وضع ما بهتر از این بود. خب و اما این یک شنبه اگه اشتباه نکنم، چون الان اروپا ساعتش عوض شد، این ساعت زمستون و بهار و پاییز و اینها هم کوفتی بود که نصیب ما شده، الان فکر کنم یه 40 50 40، چون از تو ایران شروع شد اون وقت، فکر کنم یه 50 سالی هست این کار انجام میدن. الان که دیگه مسئله انرژی، مسئله شبکه های برق اینا حل شده، الان که مردم 24 ساعت کار میکنن، دیگه مسئله به عنوان این که من میخوام ساعات روز بیشتر باشه، روشنایی رو اینا همش بی خوده، ولی چرا هنوز ادامه میدن نمیدونم. به همین خاطر ما هفته قبل دوشنبه وقتی برنامه داشتیم، دوستان کانون آبا وقتی من تماس گرفتم گفتم کجا هستید، گفت ما همینجا هستیم. گفتم خب چرا پس نمیان برنامه رو شروع کنیم؟ گفت آقا این ساعت 5 با شما 6 قرار داریم. گفتیم نه آقا اینجا 6. گفت ای ساعت ما عوض شده. بالاخره صبح یک شنبه، یعنی شنبه که میگذره ساعت 2 صبح یک شنبه، فکر کنم ساعت رو یه ساعت میارن عقب، عقب میارن، و ما هم با ساعت اینجا کار میکنیم. اگر دوشنبه دیدید برنامه ما سر ساعت 1 شروع شده، تعجب نکنید، وقتی برمیگرده عقب ما شروع میکنیم شما میایید، خب مسئله نیست، میبینین و متوجه میشین، ولی اون موقعی که میبرن جلو شما میاد میگه چی شد، سوربی مرد، یه عده خوشحال میشن یه عده نگران میشن، اون موقع ما یه توضیح مینویسیم که امروز ساعت اینجوری شروع میشه. اینم چادر، عکس و شعر گفتم. آقای رامین پیرامون هم بالاخره فهمید آقا رضا پخی نیست، شاید هم آقا رضا پخی هست حقیقتا، که هیچ غلطی انجام نمیده. تغییر زمان در آمریکا رو براتون گفتم. این دختر کوچولویی که ما اون روز ویدیوشو نشون دادیم به نام رومیسا بناری، من به یکی از دوستان تو شیراز گفتم، اون دوستونم گفت من تماس میگیرم، حتی امروز گفتم میتونی فامیل اینو پیدا کنی، چون بعضی از دوستان
میگن این مدت زیادیه که این ویدیو توی فیسبوک میچرخه و احتمالا الان این دختری که توی اون فیلم میگن 1 سالشه الان 3 سالشه، ولی بازم اگرم 3 سالش باشه و هنوز نابینا باشه، من و شما به عنوان ایرانی باید خجالت بکشیم، چون اون آخونده، اون دیکتاتوره، اون جنایتکاره که خجالت نمیکشه. اگه خجالت میکشید که خودشون، گزارشگر خودشونه، مال رادیو تلویزیون خوزستانه، اصلا اهواز نیوز دات آی آر یا همچین چیزی میاد گزارش میکنه، یعنی با وقاحت تمام میرن گزارش میدن، میرن خونه های مردم رو نشون میدن که نون ندارن بخورن، ولی کاری برشون نمیکنه. پس من و شما اون چیزی که آمریکا میگه وی د پیپل، یعنی ما مردم، این فراموش شده تو ماجرای ما. اگر اینو برگردونیم و الا همین 60,000 دلار هم چیزی نیست، نفری 10 دلار که بدیم 6,000 نفر، نفری 10 دلار که بدیم حتی اگه 60,000 دلار باشه مخارجش چی میشه. من امروز یه دفعه رفتم تو فکر، یعنی حقیقتش صبح خیلی زود ساعت 4 رفتم تو فکر این ماجرای GoFundMe، نه که یعنی منو پیدا کن، فاند نیست، فاند می یعنی پول بده به من یا منو کمک کن از لحاظ مالی. یک چیزی هست که اینجا درست شده، اونایی که سازمان خیریه دارن این شرکت ازشون پولی نمیگیره. ما که سازمان خیریه نداریم و نان پروفیت بودیم، از بس حساب کتابش زیاد بود نان پروفیت بسیم، به ما میگه که شما اگه از مردم پول جمع میکنین بعض وقتا بین 2.5 تا 5% رو اونا میگیرن، که بگیرن اب نداره، برای ما امکانات و اینجا میگن فسیلیتی، فسیلیتی یعنی وسیله مهیا شدن. اینو من اون روز به خانم دکتر زنوسی هم میگفتم، میگفتم ببینید شما باید قبل از هر چیزی وسایل رو آماده کنید که اونی که میخواد کمک کنه نگه شما کردیت کارت میگیری بگیم نه ماشین نداریم، شما چک میگیری نه ما بانک نداریم، شما نامه میگیری نه ما آدرس نداریم. اینا رو باید اولش آماده کنید. ضرب المثل ها داری، تو شیراز یه چیز هست زشت مقداری، میگن فلانی که میخواد فلان کنه قاشقش هم روش میاره، ولی بعضی یاد داریم میگه شما اگه میخوای یه مناری رو بدزدی برو اول یه چاهی براش بکن. حالا من نمیدونم اون چی خوردن بدتر از یا این منار دزدیدن یا منار دزدیدن. اینم از این ماجرا. و اما آقای امیر حسین لادن بهتون گفتم نیستن امروز، پناهجویان رو دریابیم برنامه بود که چند دقیقه با این خانم هما رضایی والا بودیم از دانمارک. 3 بعد از ظهر اول اینجا نوشته بودم که آقای لادن، بعد ایشون برای من نوشته بودن که نمیتونم بیان، اونو بالاتر نوشته بودم و بالاخره خانم نسترن زنوسی ماجرایی که آیا میدانید با 10 دلار شما میتونید خانواده ای رو در این زمستون برنج و روغن بدید و اینا رو از گرسنگی نجات بدید. شما نمیتونید مثل آمریکا بگید ما میخوایم مردم رو گرسنه نگه داریم، وقتی گرسنه شدن میان تو خیابون حکومت رو سرنگون میکنن. بابا این صادق قطب‌زاده بیچاره وقتی میخواست کودتا کنه بر علیه رهبر خودش، اولین کاری کرده بود آمده بود با آمریکا و اینا صحبت کرده بود، گفته بود شما 1-2 تا هواپیما به ما برنج و این چیزا بدید تا ما به مردم به اصطلاح برنج بدیم، حالا نمیدونم روغن هم میخواسته بده یا برنج کم چربی، که بیچاره رو کشیدن به سلابه و اعدامش کردن. ولی بعضی هم میگن نه، آخوندا اقلا هوای دوستانشون رو دارن و اینو نکشتن و به همین خاطر هم هیچ قبری ازش نیست، جایی ازش نیست، من خبر ندارم. نه اون موقع دل خوشی ازشون داشتم، اینا مثلث بیغ بودن، بنی صدر، یزدی، قدساده، که بهشون گفتن مثلث بیغ. اگه توی ایران هستید میخواین کمک کنید از طریق بانک ملی میتونید به این شماره کارت 60 37 99 18 98 25 14 20، و یه چیزی هم نوشته CVV2 1692 بانک ملی کمک کنید. اگه خارج هستید میتونید با شماره تلفن ایشون تماس بگیرید و از خودشون بپرسید که چه راهی بهتره مستقیما. شماره تلفن ایشون هست 202-580-91-37، خانم دکتر نسترن زنوسی. اینم از این ماجرا. یه بار دیگه بانک ملی. خب بیاین دیگه، حالا بریم
برنامه های خودمون رو و این دوستمون از خلیج فارس ویدیوهای زیادی فرستاده که حکایت از خرابی اون منطقه، خرابی اون به اصطلاح سیستمای عربی و اینها، و الان هم اون آقای محمد بن سلمان MBS که من میگم مور بولشت MBS، اون توی آب داغ حسابی برای که قطر میگه حالا که اون وقت میخواستیم پدر منو در بیارید منو کله پا کنید، حالا پول خرج میکنه قطر و ترکیه پشت سرشن و میگن آمریکا هم هیچ بعید نیست یه دفعه این رو هم مثل اون جنرال نوریگو بود نوریگو مال پاناما با دستبند بیارن اینجا و وقتی هم میارن میبرن زندان، بعدش هم دیگه اینقدر اونجا میمونه تا بپوسه و بمیره. در صورت من واقعا امیدوارم یه همچین بلای سر این جوونک بیاد تا اینا بالاخره آدم بشن، چون این عربستان سعودی قده سرطانی واقعا. بگذاریم که خود خاورمیانه همش مثل که بدن سرطانی، ولی هر جاش یه قده ایه، اون ورش اسرائیل، این ورش ایران، اون ورش عربستان سعودیه. بگذاریم، ولی اینایی که دل خوش کردین، خمینیاتونه میگو به این دل خوش نباشید که ما به شما پول میدهیم، ما به شما چیزهای دیگه هم میدهیم، فعلا صبر کنید. آمریکا 8 کشور را از تحریم نفتی ایران معاف کرد، از اون ور میگه تحریم نفتی هیچ که نمیتونه هیچ کاری بکنه. بعد یه دفعه خبر میاد که روسیه با ایران صحبت کرده و قرار نفت ایران رو بخره و بفروشه پول بسازه. بعد حالا یکی یکی کشورهای دیگه هم مثل هندوستان معاف هستن. وقتی معاف هستن یه شرطی میذاره که مثلا شما 1/3 قبل میتونی باهاشون معامله کنی. و اینم از این آمریکا 8 کشور را از تحریم بیارم شما براتون بالاتر که ببینید. این مال یورو نیوز هست. بله، آمریکا 8 کشور را از تحریم نفتی ایران معاف میکند و اینجا توضیح میده ایالات متحده آمریکا احتمالاً 8 کشور را از تحریم خرید نفت ایران معاف میکند. پایگاه خبری اقتصادی بلومبرگ با انتشار این خبر در روز جمعه 11 آبان همین امروز نوشت نام 3 کشور کره جنوبی، هند و ژاپن که خریدار عمده نفت ایران بوده و از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می روند در سیاهه کشورهای معاف از تحریم نفتی ایران دیده می شوند. دیده می شوند دوستان. نگاه کنید، کره جنوبی، نه کره شمالی ها. کره جنوبی، هند و ژاپن. دور تازه تحریم های بسابرجامی آمریکا علیه ایران قرار است از روز 14 آبان به اجرا گذاشته شود. 14 آبان یعنی از روز دوشنبه دیگه، نه 3-4 روز دیگه، امروز 3 روز دیگه. و اینجا میگه که هند، روزنامه اکونومیک تایمز نوشت، روزنامه اکونومیک تایمز هند روز پنجشنبه گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که هند و آمریکا بر سر معافیت دولت دهلی نو از تحریم نفتی ایران به توافق رسیدند. به نوشته این روزنامه قرار بر این شده است که هند واردات نفت خام خود از ایران را اجالتا به 1/3، گفتم یه چیزی داره، به 1/3 میزان فعلی کاهش دهد. اینم از این. پس حالا صبر کنید. از اون برم شنیدیم که ایران دوباره به وسیله عمان داره با آمریکا پشت پرده و زیر میز صحبت میکنه. و بریم سراغ نوشته های دیگه که براتون اینجا گذاشتم. خانم معلمی که این روزها فضای مجازی را دگرگون کرده. هر کدوممون از ماجرای معلم های خوبی که داشتیم، معلم های بدی که داشتیم، خاطراتی داریم. من یادم یک مردکه پدرسگ هیکل گنده قناس تریاکی به نام آقای قیاسی، فامیلش هم میگم که اگه کسی فامیلش هست بدونه، اگه کسی بچهش هست بدونه، یک اصلا حالا یه سیاه چرده بود، گنده، جوری سیگار هم میشنست میکشید. کلاس پنجم هیچ وقت یادم نمیره، مدرسه پهلوی، اون پشت باغ قوام یا کوچه پشت باغ قوام ما اونجا بودیم و این تنبیهش این بود. ما بچه کلاس پنجم 5 سال و 6 هم رفتیم مدرسه 11 سالمونه. بعد ما ایرانی هم که همون هیکلا ضعیف،
از بس گرسنگی کشیدیم همه داشتیم میمردیم تو ایران، تو شیراز میگفتن مونستروبی. این مادر به خطا زورش رو به ما نشون میداد. مثلا من یه دفعه یادم تکلیف مدرسه رو نبردم، من از آسونه میرفتم اونجا درشیر میرفتم مدرسه، صبح پیاده برای ما برای اون پای کوچیک 45 دقیقه یه ساعت راه رفتن بود میرفتیم اونجا. یه روز فکر کنم بازیگوشی هم کرده بودم ننوشته بودم مشقها رو، بهم گفت که مشق، گفتم من یادم رفته بیارم، گفت من میشینم اینجا برو بردار بیا. ما هم با همون فکر بچگی از مدرسه اومدیم بیرون، گفتیم خب ما نیم ساعت میچرخیم مدرسه تعطیل میشه، وایسادیم اون دور و برا زنگ زدن مدرسه تعطیل شد همه رفتن، ما اومدیم بریم سر کلاس کتابمون برداریم بریم فردا بنویسیم. دیدیم این مادر قهوه نشسته اونجا، بعد گفت مشق تو آوردی؟ گفتم نه آقا من نمیرسم خیلی دیره. گفت بیا اینجا. این مدادشو گذاشت لای انگشت من و دست ما رو مثل میگیره فشار، حالا شما گریه کن بپر بالا بپر پایین. دیدم آقای آریان پور امروز نوشته که نگاه کنید دوستان، آقای آریان پور فکر کنم امروز 80 سالش باشه، من میخواد مقایسه کنید معلم های زمان گذشته ما را با این بانوی معلم خدمت گذار. چون الان هم هست کسایی که دیدیم تو این حکومت آخوندا بچه ها رو میزنن تنبیه میکنن اینا، ولی کسایی اینجوری هم هستن، باید اونو نشون بدیم، از اینا هم قدردانی کنیم نشون بدیم. آقای آریانپور نوشته من هنوز درد مدادهایی را که معلم بین دو انگشت من قرار میداد و با فشار از چشکش من سرازیر میشد به یاد دارم. شما چطور؟ من یه بار این حالا چوب که میزدن اون که هرچی دلت بخواد، ولی یه بار این تنبیه توسط این آقای قیاسی نامرد اونایی که فامیلشون قیاسی میگه آقا فامیل اونو نمیگفتی، نه دیگه باید بگیم. حالا این ویدیو رو با هم تماشا کنیم و این خانم معلم هر جا که هست آفرین، ای کاش که دوستان این فیلم ها رو هم از این وری میگرفتن، ما مردیم و شما فیلم ها رو هنوز عمودی میگیریم. تقصیرش هم این اینستاگرام پدرسوخته است که میگه دوربینتون رو، میگه تلفنتون رو عمودی بگیرین اگه میخواین برای ما فیلم بفرستین، ولی شما چشمتون افقیه، دوربین وقتی نگه میداشتین پهناش از این وری بود، تلویزیون پهناش از این وریه، فقط این تلفن ها هست که از این وریه و وقتی هم میگیری این ورورش سیاز پیدا نمیشه. اصلا بذارید من الان صفحه رو بهتون نشون بدم که شما وقتی تلفنتون رو عمودی میگیرین و فیلم برداری میکنین بعد که ما میبینیم یا روی یوتیوب میذارین به چه صورته. این یوتیوب یا سیستم های دیگه برای که صفحهشون مثل چشم آدم افقیه، مثل صفحه تلویزیونه، مثل شیشه ماشینه، مثل هر چی که بگین، میاد این دو بغلش از خود اون تصویر ور میداره، بلر میکنه، یعنی اینجوری یه کمی مثل تاریکش میکنه، نامشخصش میکنه، مشجرش میکنه، هر چی بگی اون وقت به شما اینجوری نشون میده. که بیشتر از این صحبت نکنم، با هم این معلم رو ببینیم. 3 دقیقه است. من به معلم های اینجوری درود و سر تعظیم و هر چی که بگیم، واقعا ما ازشون ممنونیم و خوش به حال بچه‌هایی که زیر دست همچین معلم های تربیت بشن، چون مهر و محبت معلم ها هست که بچه های گریزپا رو هم چکار میکنه به مدرسه میاره. بشنویم با هم و ببینیم. شما صحبت کنید یا بعدم بکنید، من الان برنامه این رو دارم بکنم رو ایر رفت بزنید یا بعدم بکنید.
آره من بعدا بهتون پس زنگ بزنم یا میخواد تو برنامه بیاد. بعد خیلی ممنون، من با یه نفر تو شیراز تماس گرفتم، حالا بعد از برنامه بهتون زنگ میزنم بهشون توضیح میدم، اگه بتونید کمک کنید من ممنون میشم. بسیار ممنونم از شما. من در باره اون برنامه های برنجا و من هم باز امروز تو برنامه گفتم. مرسی، خواهش میکنم، ممنون میشم. خب بس دیگه دوستان، تو همین فرصت خانم دکتر زونوسی زنگ زدن و راجع به اون دختر 1 ساله‌ای که نابینا هست صحبت کردن و گفتن که ممکنه بتونن وسائلی فراهم کنن که بیارنش اینجا و جراحی انجام بدن. اگه کسی میتونه راهی پیدا کنه که تماس بگیریم با خانواده، اسم دختر رومیسا بناری هست. من وقتی بناری رو توی فیسبوک زدم اسمای مختلفی اومد ولی هیچ کدوم عکس پدر مادر یا این دختره نبود. اگه شما راه دیگه‌ای میتونید، اگه آقای خوشنودی، آقای خلوتی یا دیگر دوستان شیراز، اهواز میتونن تماس با این خانواده برقرار کنن، خانم دکتر زنوسی میتونن کمک کنن. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم و آقای دکتر سلامی هم گفت به من که این ویدیو مال قبله، گفتم حالا گیرم که مال قبله، همون قبل شما زنگ زدی به شیراز، زنگ زدی به اهواز، زنگ زدی کمک کنی. چون ما راجع به برنج روغن وقتی برای دوستان فرستادم، یکی از دوستان گفت آقا من معمولا پول به افراد فقیر نمیدم. گفتم آقا میدونم، خود خانم دکتر زنوسی هم گفت که ما سعی میکنیم به اینها کار یاد بدیم و اینها، ولی شما یه نفر که گرسنه است روز اول باید یه ماهی بگیری بهش بدی، بعدا یادش بدی، باید سیرش کنی تا بشینه سر کلاس گوش بده. ما یه ضرب المثل یاد گرفتیم فوری، ما ماهی نمیگیریم برای کسی، ماهی گرفتن رو یاد میدیم. حالا دیگه این شده یک عذر موجه که به هیچ که کمک نکنیم. ما ایرانی ها تو این چیزا ماشاءالله استاد هستیم. عذره وقتی این فیلم رو نگاه میکنید شما میبینید که پسرا همشون یونیفرم پوشیدن. یونیفرم رو تو ایران اونیفرم هم میگفتیم. دلیلش اینه که این یو به زبون آلمانی و اینا او میگن دیگه، و اینجا یونیفرم میگن. یونیفرم لباس یک شکل برای همه، ارتش یونیفرم، شرکت های کار و اینا یونیفرم دارن، پلیس یونیفرم دارن، و مدرسه فکر کنم مدرسه خصوصیه که اینجوری هم معلمش به اصطلاح بلده چجوری با بچه ها کار کنه، هم فیلم برداری کردن. در هر صورت نمیدونم، امیدوارم مدارس ما حتی دولتی هاشم معلم که یه قشر زحمت کشه و یه قشر کم درآمده، اونا اقلا به فکر بچه ها و دانش آموزا باشن و اونا ظلم و جور و ستمی رو که حکومت میکنه اینها اقلا از این ور تو کلاس های درس بچه ها رو به اصطلاح تو سری خور بار نیارن، بچه ها رو سعی کنن دانش و آگاهی بهشون بدن. چون ما میدونیم توانا بود هر که دانا بود، یا اینجا میگن knowledge is power، آگاهی توانایی و قدرته. چون اگه شما از روز اول تو سری خور بارش بیاری، این روزی هم که حق داره از ترس اینکه من نگم که تو سری بخورم حرف حق رو هم نمیزنه. در صورت لباس پیرن اینا همشون دیدید آبی بود و یک شکل بود، به احتمال زیاد این مدرسه، میگم که ما وقتی هم میگیم مدرسه ملی اونم غلطه، حقیقتا این مدرسه خصوصیه. چون مدرسه های ملی یعنی مدرسه های دولتی باید ملی باشن. همه چی خراب بود، همه چی اشتباه بود و این ساختمون از پایه، از خشت اول کج رفته بالا به کجا میرسه. خب بهتون گفتم عربستان اوضاعش خیلی خرابه. این دوستمون نوشته بیا حالا تا هی بشین تو برنامه ها راجع به چلو کباب صحبت کن ببین اینجا چه خبره.
از این دعوت ها سخن بگو که اسرافش باور نکردنی است. همه اینها آخر شب به زباله‌دانی ریخته می شود تا بینوایان آن را بیرون کشیده و بخورند. بی عدالتی و ظلم و فساد سبب فرو ریختگی رژیم ها بوده و هست. حالا ببینیم این دوستونم اینو فرستاده و چون ایشون در قسمت به اصطلاح خلیج فارس کشورهای عربی هست، اکثر ویدیوهایی که میفرستن صدای یا به اصطلاح صحبتهاش عربی هست. به همین خاطر بذارید من صدا رو ببندم، بعدم نما چیزی ازش میفهمیم، بعد یوتیوب هم یقیه ما رو میگیره معمولا. حالا ببینیم بلکه بی صدا اگه بریم یواشکی یوتیوب هم یواشکی، یا اینکه بهتون گفتم یوتیوب میگه ما یه دستگاهی داریم که مثل این میمونه که 36,000 تا چشم بدون پلک زدن اینو نگاه میکنن و اگر تصویری که تو میذاری اینجا مال تو نباشه، مال یکی دیگه باشه، اونو ما به اصطلاح بهت اخطار میدیم. برای ما هر روز اخطار میاد، ما هر روز برایشون میمیسیم که ما به اندازه فیر یوزج استفاده کردیم، ولی این تا میخواد بره و برگرده یه مقداری تأخیر در کار ما ایجاد میکنه. ببینید با هم. اون چی بود؟ روغن بود میریخ روش، روغن زیتون بود، چی بود؟ با یه مشکی میاره میریزه روش. و اینا چیه؟ خب عربا همیشه از قدیم همینجور چی میخوردن، توی دیسای بزرگ میشینن دور تا دور و هر کدوم یه لقمه میخورن، چون اینا قبیله‌ای بوده و صحرانشین بودن. این روش رو همه امروز هم شما اینجا رستوران مراکش برید، خیلی هم گرونه، باز همین میبینید با یه مشکی یه روغنی یه مایه داره میریزه رو اینا، احتمالا روغن زیتونه و اینها هم بخور بخور که احتمالا حق مردم و حق ملت گرسنه هست. و اما پلیس فرات در عراق سمگزاران در رود را بازداشت کرد. گویا چند نفر ایرانی، پنج ایرانی رفتن یه جا یا ماهی بگیرن یا چون نگذاشتن اینا ماهی بگیرن رفتن سم ریختن توی فرات، دجله و فرات که میدونید که اینم یکی از همون ماجرا. از این ور میگن در کربلا آب نبود، پپسیکولا بود، همه از تشنگی میمردن. از اون ور ما میدونیم که اسم اون منطقه اصلا هست بین النهرین، یعنی یه جایی بین دو تا نهر، بین دو تا رودخونه. و مگه میشه مثلا همین زاینده رود اصفهان که حالا سال چند ماه آب داشت، یا همون رود کارون اهواز، این به خاطری که اینجا یه رودخونه بود، یه نهر آبی بود، این برانورش مزرعه و کشاورزی و اینها بود، ولی چجوری این دروغ رو به ما گفتن که آب نبود و حضرت عباس مشک و برداشت سوار اتوبوس شد و رفت اونجا و بعد از زدن دست و پا و همه رو قطع کردن، اینم با دندون این مشک و برداشت آورد، بعد توی این مشک هم 1070 تا تیر زدن ولی آب آورد. ببینیم این فیلمه یا چیه. بله اینا پلیسا گرفتن اینا رو نشوندن اینجا، میگه اینا هستن که رفتن سم ریختن توی رودخانه است دیگه، فرات، دجله و فرات، بین النهرین. بله اینا پلیسای عراق، اینا هم میگه پنج تا ایرانی، اینا پرچما میدونیم مال عراق اینجا. خب ببینیم که بعدش چی گذاشتن برای ما. ما اینجا برای شما گذاشتیم و نگه داشتیم. امیدوارم یه چند تا چیز شادم باشه تا جمعه خوبی رو بتونیم برنامه رو باهاش تموم کنیم. میگه ملیشاهای حزبهای طرفدار ایران چون از طرف صیادان و صاحبان کشت ماهی پشتیبانی نشدهاند، با پخش سم به آب میلیونها ماهی را کشتند. این فیلم رو با هم ببینیم و من بعد براتون بگم که هم جنایتکار هم آدم احمق همه جای دنیا هست. بعضی وقتا عمدن با جنایتشون، بعضی وقتا هم با نادانیشون یه کارایی میکنن که مردم معمولی رو به دردسر میندازن. بیایم اینجا select area، دوباره این فیلم همونجوری عمودی گرفتن. نگاه کنید این ماهی ها همه مرده، آمدن روی آب، مثل موقعی که دینامیت میندازن تو آب ماهی ها میمیرن میان رو آب. نگاه کنید.
میگه فرات یا فرات. یعنی از حاصل چه بیه دیگه. ولی والله عظیمه. حالا اون والله عظیم چجوری نگرفت جلو این احمقا رو بمانه. این گزارش بود که این دوست ما فرستاد. من ممنونم. و اما گفتم همه جا احمق هست، همه جا جانی هست. دیشب اینجا یه برنامه نشون میدادن، میگفت که توی فلوریدا یه نفر رفته این ماهی های قشنگی هست که مثل بال و پر دارن و دم دارن و فلان، اینا سمی هم. و یه نفر رفته آکواریومش رو، مثلا حالا آکواریوم مثلا میخواسته بره مسافرت یا آکواریومش شکسته ترک خورده آب میداده، میخواسته تو آپارت، رفته آکواریومش رو ماهیاش رو خالی کرده توی آب فلوریدا. حالا فلوریدا این ورش اون گلف به اصطلاح که داخل آمریکا است، تگزاس و فلان، این ورش که اصلا اوشن دریا. و میگه اینا تا رسیدن به دریا چنان زاد و ولد کردن که نگو و نپرس. و این ماهی ها الان اون ماهی های دیگه هم اونجا مسمومه. حالا یه عده ای رو استخدام کردن، پول میدن که برن این ماهی ها رو بکشن. درست همون ماجرایی که یک شخص نادان یک سنگی رو میندازه توی یه چایی، هزار تا عاقل باید بیان بشینن با برنامه، صد تاشون هم کشته میشن تا برن این سنگ رو از چا بکشن بیرون. و همه جا احمق هست. اتفاقا چند روز پیش پتریک رفته بود یه ساختمونی رو رنگ کنه، مثل که این رنگ زده، همچین که رفته برگرده بیاد دیدی یه نفر اومده روش خط کشیده. حالا ما دیدیم یه جا دارن سیمان میکنن، یه نفر با ماشین با، ولی اینی که میاد خط میکشه جایی که رنگ کشیدن، این دیگه مریضه. امروز یه نفر برای من از نیویورک این رو فرستاد که خانمی در نیویورک ایرانی میخواد نماینده بشه. و شما اگر توی منطقه نیویورک هستید و اگر مایل هستید در انتخابات شرکت کنید و به دموکرات ها رأی بدید، ایشون دموکرات. اسم این خانم آنا است. احتمالا فامیل همسرشون کپلان بوده که ایشون هم فامیل همسرش رو گرفته. و اینجا میبینید که با استاندار یا فرماندار نیویورک مستر کومو، این آقا برادرش هم توی تلویزیون CNN کریس کومو برنامه داره. و من برای ایشون هم نوشتم اگر مایل باشید قبل از نوامبر 6 میشه سه شنبه هفته آینده، میتونیم چند دقیقه با هم صحبت کنیم در منطقه نیویورک، مخصوصا اون گریت نک چیه. اونا خیلی ایرانی هستن و اونجا ما بیننده زیاد داریم. حالا منتظر هستیم، پولی هم ازشون نخواستیم. اینو به عنوان اینجا بهش میگن پابلیک سرویس اناونسمنت، یعنی خدماتی که برای مردم، از این مردم هستیم برایشون انجام بدیم. و اما افشاگری روزنامه گاردین درباره پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال، این همین شبکه‌ای است که تازگی فکر کنم با آقا رضا پولوی هم یه مصاحبه انجام داده، اون و ایران فردا رو کم داشتیم که حالا ایران اینترنشنال هم روزنامه گاردین آمده و گفته که اینا از کجا هستن؟ از کشورهای عربی پول میگیرن. یادم یه آقایی بود به نام میم سخن، برنامه های گذاشته بود تو تلویزیون ایران فردا، بعد آمد بیرون گفت که نه، من چون فهمیدم اینا از عربا پول میگیرن، من همکاریمو با اینها به اصطلاح به هم زدن. راست یا دروغش رو من نمیدونم، چون خیلی از ماها یه جایی تا پول بهمون میدن وای میسین، همچی که گفتن دیگه خبری از پول نیست، اون وقت میایم بیرون افشاگری میکنیم. هنوز من ندیدم کسی رو که توی وایس آف امریکا کار کنه بیاد اون موقعی که اونجا هست افشاگری کنه. همشون قراردادشون که تموم شد، التماس که میکنن استخدام نمیشن، بعد یکی یکی میان. اون آقا سیاوش آذری بود، اون یکی نمیدونم خانم ایکس بود، اون یکی آقای چالنگی بود، اون آقای ایگرگ بود، هی میان توضیح میدن که این وایس آف امریکا چنین و چنان. افشاگری روزنامه گاردین درباره پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال. و اما میگن که
افزایش رویترز نوشته افزایش تولید اوپک در ماه اکتبر به بالاترین میزان از سال رسیده و این هم لابد میخوان انقدر تولید کنن که به اصطلاح حالا دیگه ماه نوامبر هر قدم چیز میشه به اصطلاح هر قدم محروم چی بهش میگن این سانکشن تحریم. خب تحریم هم یه جوری از اون محرومیت اینا میاد، هر قدم تحریم ها سنگین میشه اینا بتونن کارشون انجام بده. خب این از این. و اما یک چیزی هم براتون گفتم، it's okay now phone line works. مرسی. خب خیلی ممنون که سعیدم میگه فون لاین کار میکنه. بله باید واقعا یه لیست داشته باشم. اون دفعه به یه دوستی گفتم، گفتن این کار ما هم مثل خلبان ها هست، دیدید شما دارید سوار میشین اونو کمک خلبان نشستن هی میگه درجه آب میگه انقدر، میگه باک شماره یک میگه انقدر، باک شماره دو انقدر، موتور شماره یک انقدر، اینا رو چک میکنن. ما باید یه چک لیست داشته باشیم، یعنی یه لیستی که نوشته باشیم یکی یکی چک کنیم، یه روز میذاریم یه روز نمیذاریم و همین خاطر اینجوری میشه. خب اینم از این. و اما خب و اما بیایم یه جای دیگه اینجا ببینم گذاشتمش زیر today. خب به غیر از اون ماجرای آمریکا، دستور ترامپ به کابینه برای تهیه پیشنویس توافق تجاری با چین. از اون برم اسرائیل گفته مقابله با ایران مهمتر از پرونده قتل خاشقجی هست. این اسرائیل کم کم میخواد بشه پلیس دنیا. و آقای نتانیاهو، اول جلو زن تو دزدی های خانوادت بگیر، بعدا بیا تو کوچه و خیابون اینها. و اما کارزار فرزند آوری در دانمارک، پیش از آن که دیر شود بچه دار شوید. بهتون گفتم حتی تو آلمان یه نوع تشویق گذاشتن، کسی که اونجا بچه دار میشه بهش پول میدن برای بچه به عنوان کیندر گلد، پول بچه. و این همون کاری بود که احمدی نژاد هم تو ایران انجام داد، ولی آلمان به خاطر اون جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی به اصطلاح این کار انجام میده، چون جمعیتشون مقصد تعداد مردا آمده بوده پایین. ولی آیا ایران جمعیتش اومده پایین؟ شما همین مردا و جوانا و پسرایی که درس خوندن ندارید براشون کار و زندگی، و خیلی به مردم پول میدید که بیان بچه دار بشن. خب ترامپ، اگر مهاجران از راه قانونی وارد آمریکا نشوند برشان میگردانیم. ترامپ تا 2 ماه دیگه این مهاجران به آمریکا نمیرسن. اولا یکی یکی تعدادشون کم میشه، هوا که سرد میشه برمیگردن همون مکزیک مکزیک میمونن و به اینجا نمیرسن. ترامپ داره دروغ میگه و من در کمال تعجب میبینم که آقای سلامی به من میگه آقا آقای ترامپ از روزی که آمده انتخاب شده به یک نفر بی احترامی نکرده. یعنی اینا واقعا منو یاد اون صحبتی میندازن که آقای انصاری گفت، این چاپلوسای رضا پهلوی میمدن بهش میگفتن نمیدونم تو فوشم که به ما بدی از دهن قند نبات است و فلان. مثل که اینا طرفداران ترامپ هم اینجوری هست، این اگه فوش خار مادرم بهشون بده اینا به صورت تعریف و تشویق به گوششون میرسه. نمیدونم والا. ولی یه چیزی رو ترامپ گفت که من بهش حق میدم. اولا از 2500 نفر و 5000 نفر میگه من 15000 نفر میخوام بفرستم مرز، که این همش تبلیغ و انتخاباتیه بماند. امیدوارم سه شنبه هفته آینده شماها هم با رأی دادن به دموکرات ها برنامه استیضاح ترامپ رو آماده کنید. و یک عکسی بهتون نشون میدم که میگه من و شما آدم های احمق رو نمیتونیم دانا کنیم، ولی میتونیم با رأی دادن اونها رو بزنیم کنار. یعنی نه جری نه دعوایی، با رأی دادن اینها رو به اصطلاح درست کنیم. ببینیم که این عکس اینجاست، اتفاقا رو صفحه فیسبوک هم گذاشتم، میتونید اونجا هم ببینید، صفحه فیسبوک شخصی خود من. عکس های جالبی اگه دارید که اندازش برای کاور پیج فیسبوک میخوره، اینا هم من نمیدونم. خب بگو کوفتی تو که اونجا هر کی هر عکسی بده خودت درستش میکنی میذاری، این بالا هم هر کی هر عکس و اندازه میفرسته خودت بذار درستش کنی.
عکس میذاری، بعد یه 10 دقیقه برات میاد که این عکس اندازش درست نبود، 800 نمیدونم فلان در کوفت و زهرمار نبود. این میگه you can't fix stupid. فیکس کردن یعنی تعمیر کردن، درست کردن. میگی شما نمیتونی آدم احمق رو درست کنی، but you can vote it out، ولی میتونی رأی بدی که اونها برن بیرون. و اینم برای سه‌شنبه، حتما حتما رأی بدین. و اگر مجلس بتونه چیزا رو بیاره، به اصطلاح دموکرات ها رو بیاره، الان طرح و برنامه استیزا هم آماده است اگه خراب نکنه. از اون بر خبر خوب این که ترامپ و خانوادهش، میدونید اینجا دو نوع جرم داریم، یکی جرمای ایالتیه، یکی جرمای دولت مرکزی به نام فدرال. دولت مرکزی اینجا جرمای این و سه تا بچهش، اون دختره مثل که یک کمی کارش درست، خیلی دوربر این آشغال کله ها نیست، این سه تا به خاطر پول چسبیدن به این و برای اینها به اصطلاح رفتن دنبال پرونده و پرونده تشکیل دادن. میدونید که اینجا اول پرونده تشکیل میدن، دادستان میاد میگه که به اصطلاح اتهام شما اینه، اتهام رو اعلام میکنن، به طرف وقت میدن بره وکیل بگیره، از خودش دفاع کنه، بعد متهم یه روزی میاد تو دادگاه. اگه اونجا جرمش به اصطلاح قطعی شد، مجرم شناخته میشه. یعنی مراحلش اینه. اینم از این. خب بیاین بریم سراغ نوشته های دیگر و ساعتم 3:17 است. اینها رو نوشتیم و خوندیم و ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. این خانم آنا کپلر بود اسمش، اونم گفتیم یا کپ. تعداد فقیران زیر خط به 5 میلیون نفر میرسن در آغاز فیلم. این مال باز عربستانه. در آغاز فیلم مادر شکایت می کند که در صحرا سرپوش سایبانشان را شهرداری بدون اخطار خراب کرده، پسر سربازش بازگشته و برادرش را ویلان و سرگردان می بیند. می پرسد من که برای دفاع از کشور در مرز یمن جانم را به خطر انداختم، شما می آیید و اینطور با خانوادم رفتار می کنید؟ ما امروز دیگه حسابی زدیم به سیم آخر و هرچی فیلم از یوتیوب هست نشون میدیم، اب نداره دیگه، یا رومی روم یا زنگی زنگ، چون ما وقتی 1 دقیقه نشون میدیم اینا همون اخطار برامو میفرستن که از اول تا آخر نشون بدیم. ببینید که یه صحرای برهوتیه، اینا یه سایبونی داشتن اومدن کندن و این بلاکار هم ریختن پایین و اینها به این صورت. بله حبیبی سعودیه. حالا میخوام ببینم این پسرش بله. این احتمالا همون پسرشه که ارتشیه و رفته در یمن و به اصطلاح خدمت، حالا که برگشته رفته که از کشورشون نگهداری کنه، ایداد بیداد که حالا که برگشته خونهشون رو میبینه ویران شده. و اما باز فقر در عربستان همونجوری که در ایران هم هست، وقتی یه جا نظری میدن مردم صف میکشن. اینجا هم بشینید و نگاه کنید ببینید چه خبره. چی کسی میخواد دنیا رو درست کنه نمیدونم. اینا دوستان ترامپ هستن ها. کسی که وقتی رفت اونجا دیدید چه جشنی گرفت بود برای ترامپ، چه پولها داد به دخترش و به نمیدونم زنش و به دامادش و چه قراردادها و اینها. این مردمشن تو صف نشستن اینجا و پرید. اجازه بدید من بهتون نشون بدم. میگه که وای میسن، بعدم آخر کار 70-80 نفرشون خوراک و گوشت و اینا بهشون نمیرسه و باید گرسنه برگردن خونه. احتمالا اینجا این ماجرای نظری هم نیست که طرف بگه من وضعم خوبه ولی برای نظری اومدم، چون گوشت نظری نمیدونم فلان مرض رو شفا میده و الی آخر. اینا مردم فقیری هستن که طبق این ویدیو میگه تعدادشون داره به 5 میلیون نفر میرسه و اینا اینجوری بله منتظر به دست آوردن خوراک هستن.
آخر سر بیش از 70 زن دست خالی باز میگردند. اینها دوستان و عزیزان ترامپ هستند. آیا انتظار دارید ملت ها با غرب همدل باشند؟ بله. اینم از این. میگن که در گفتار اخیر درباره اسراف سخن گفتم، در این فیلم این ویرخرجی را میبینید. بله، از اسراف و اینها تا بگید به اصطلاح هست. این ماجرایی که I had to put out fires، آقای لادن امروز برنامه نداشت ساعت 3 به خاطر همین که میگه که باید یک کاری رو انجام میدادم، یک کار اضطراری، urgent emergency. و اما آقای احمد نعیمی که هم موزیسین هستن هم به اصطلاح هنرمند هستن، یک کتابی رو نوشتن که این کتاب رو 17 نوامبر، بذارید من اینجا بنویسم، آقای ندیمی 17 نوامبر اگه در شهر باشیم بریم 17 نوامبر. و این هم بله، بذارید من این تصویر رو براتون بیارم از این بالا. کاتلین ایونتس، یک لحظه 4 به 3 کنیم که قشنگ توی کامپیوتر ما تو صفحه شما ببینید. میبینید؟ اگه میبینید بگید نمیبینم تو ما رو اذیت کنید، هی دنبالش بگردید. بله، میگه که نویسنده میاد کتابش رو میخونه و امضا میکنه برای شما. اینجا رسمه که وقتی یه نفر کتاب مینویسه خودش میاد چند مقاله، چند صفحه از اینو میخونه، بعد اونجا هم شما وقتی کتاب و خریداری کردین براتون امضا میکنه و به اصطلاح به قول آمریکایی‌ها happily ever after. حالا اسم کتابشون چیه؟ اینه کتاب Loveseed: The Template for Building a New World. Loveseed، سید که یعنی دانه، لابم عشق، دانه عشقی که این تمپلیت هم شما یادتونه اون چیزایی که خیاطا میبریدن از روی بوردا و اینا بهشون گفتن، به اینجا بهش میگن تمپل. حالا نمیدونم به ایرانی چی میگی. میگه که اینه اسم کتابم، نویسندم کاتلین هنگان، فکر کنم همسر ایشون باشه چون خود ایشون برای من این امروز صبح فرستاده، نوشتن که ما از شما دعوت میکنیم که بیاین برای این روخانی یا کتابخانی. از ساعت این عکس آقای ندیمی هست، تاریخشو نوامبر 17، 17 نوامبر از 4 تا 7 بعد از ظهر، مایند مت پایلوت اند یوگا دل ری، دل ری تو الکساندریا، جای بسیار قشنگیه، حتما اگه اهل اونجا نیستید برید. هفته قبلم برنامه هالووین اونجا بود. بعد میگه که اون خانمه کتابش رو میاد میخونه و اینها، با همراهی موسیقی از آقای احمد ندیمی whose music transport listener to secret dimension of the soul. میگه کسی که موزیکش شنونده رو میبره به یک جایی که این soul یعنی روح و روان. حالا فرصتی بشه ممکنه با آقای ندیمی هم در این باره صحبت کنه. و اما در برابر عموم، پدر وزیر کشور پلیس راهنمایی را کتک میزند، وزیر یک مکالمه تلفنی از پلیس خواسته شکایت را پس بگیرند، پلیس به شدت این تقاضا را رد کرده. این رفتار آقازاده ها در همه کشورها یکسانه. دیدیم که تو ایران میبینیم ویدیوهایی که اینا سوء استفاده میکنن و اینها. این دوستمون مال عمان فرستاده این که از یه آپارتمانی از اون بالا دارن دعوای این راننده و پلیس و اینها رو فیلم برداری کردن و نشون دادن. یه چیزی براتون بگم، حالا اون بنده خدایی که این فیلم رو گرفته، خب این فیلم از بالا هست دیگه، شما هیچ کارش نمیتونی بکنی، و عمودی هم گرفته، خدا پدر مادرش رو بیامرزه، تلفنش رو اینجوری نگه داشته، ما هم به شما نشون میدیم، میبینید تمام صفحه. ولی بعضی وقتا تلفنتون رو اگه نگه میدارید که یه عکسی بگیرید، بعد عکس میچرخه، سعی کنید اگه میخواین این عکس به اصطلاح عمودی باشه، اون کاغذ رو به دیوار بچسبونید و با وجودی که تلفنتون افقی میگیرید،
از اون عکس بگیرید، اون برای هر کی بفرستید معمولیه. اونایی که یه کم اندازه من بلد باشن میدونن که اینا رو میتونن خودشون به اصطلاح بچرخونن، هر کاری دلشون میخواد، هر جوری دلشون میخواد اونجا باز کنن، عوض کنن. ولی این نشون میده توی خیابونی سر صدا و اینها بوده، از اون بالا فیلم برداری و میبینید که حالا دعوا. احتمالا این که کلاه، بله میبینید کلاه چیز موتور سوار بوده، این پلیس بوده، اونا دو نفر میان حمله میکنن و بعد معلوم شده که پسر وزیر بوده و بعد به این، حالا این وزیره چیشم میرسه به حضرت علی جد و اینا، به رئیس پلیس زنگ زده گفته که ببین اینو بذار بره، کاری بهش نداشته باش، حضرت علی میبخشته. گفته ببین اگه خدا هم بیاد پایین من این پسر رو نمیبخشم. گفتم خوبه، اینم ببرن تو میدون فوتبال این ور بزنن، بهش بگن ببین تو وقتی به پلیس راهنمایی اینجوری رفتار میکنی طبق قانون همین بابا تا اینا اینجوری ما باید پدرتو در بیاریم. برگردیم به اون ماجرای آقای کوروش زعیم و دوستان دیگه درباره بنای پاسارگاد مقبره کوروش نیست. حسن راشدی اینجوری نوشته و امروز تعجب کردم این آقای یزدان خدابندلو به نظر من آدم منطقی میمد، ولی من که اینو گذاشتم یه چیزی نوشته بود، من براش نوشتم شما حالتون خوبه چون کمی نگران حال سلامتی شما شدم. آخه این دوستان ما همشون مودی هن، حالتی هستن، یه روز خوبن یه روز بدن، مثلا یه روزی حالشون بد باشه رفته باشن دکتر، وقتی میان اون روز به همه بد اخلاقن. منم براشون نوشتم شما حالت خوبه، حالا منتظر جوابش هستیم، امیدواریم حالش خوب باشه. خیلی هاشون هم یه چیزی امروز می نویسن فردا پشیمون میشن، بعد میگن که آقا یکی اومده بود فیسبوک ما رو هک کرده. بنای پاسارگاد مقبره کوروش نیست. حسن راشدی نوشته چندی پیش در وبلاگی تصویر فردی به نمایش گذاشته شده بود که برای اظهار بندگی به کوروش سر سلسله هخامنشیان به پای مقبره ای که به نام وی در پاسارگاد منصوب است افتاده و بر خاک آن سجده میکرد و این در حالی است که بنایی که به نام مقبره کوروش در پاسارگاد مشهور است نمیتواند قبر کوروش هخامنشی باشد. قبر کوروش که گفته می شود در پاسارگاد است افسانه بیش نمیتواند باشد، زیرا آنچه که امروز به قبر کوروش مشهور است در کتابهای تاریخی حمدالله مصطفی، ابن بطوطه و دیگر سیاحان و مورخان قرون گذشته و در میان مردم محل به مقبره مادر سلیمان، این اسمی بود که اون وقت یادم نمیاد، مقبره مادر سلیمان مشهور بوده که در دوره پهلوی اول آن را به نام مقبره کوروش به مردم معرفی کردند. پاسارگاد به چندین دلیل نمیتواند مقبره کوروش باشد که به سه دلیل از آنها اشاره میکنیم. یک، کوروش در جنگ با ماساژدها یعنی با ترکان ما قبل میلاد مسیح به دست ملکه تومروز بانویی که رهبری و پادشاه ترکان ماساژ را به عهده داشت کشته میشود. محل کشته شدن کوروش طبق روایت هرودوت مورخ مشهور یونانی شمال رودخانه آراکس، آراز یا ارس بوده است، ولی پیرنیا مورخ ایرانی دوران پهلوی بر هرودوت ایراد گرفته و محل کشته شدن وی را نه شمال رود ارس بلکه شمال رود جیهون میداند. با توجه به نوشته های تاریخی هرودوت و پیرنیا و تاکتیک های جنگی قرون گذشته و حتی کنونی، اصولا در جنگ فرمانده کل قوا در پشت و منتها علیه لشکر و مسئولان فرمان حمله و تنظیمات قواست. وقتی در جنگی فرمانده کل قوا کشته می شود، کوروش کشته می شود، یعنی شکست کامل لشکر مهاجم و نابودی قوای مهاجم که نتیجهش جز از بین رفتن روحیه مقاومت سربازانی که احتمالا از جنگ جان سالم به در بردن و پا به فرار گذاشتن، کسانی که کشته نشدن نیست.
در موقعیت که کوروش کشته می شود و سرش از تنش جدا می شود و به دست ملکه تومروس می افتد یا تومروس می افتد، کدام سرباز زنده مانده و روحی کدام سرباز زنده مانده و روحی باخته پارس با کدام جرأت می تواند جسد بدون سر کوروش را از میان سربازان فاتح تومروس پیدا کند و کشان کشان از میان آنها خارج کند و تا پاسارگاد شیراز ببرد؟ سوال خوبی، پاسخ بدید. البته جوابش اینه، میگن بعدی که اون خانمه به انتقام پسرش که کوروش کشته بودتش، یا البته کوروش هم اسیرش کرده بوده، ولی میگن خود اون انقدر غیرت شهامت داشته، گفته دستان من رو باز کن تا من چیزی بگم، وقتی دستشو باز میکنن خودشو میکشه. میدونید که تو ژاپنی هم این کار هست، سامورایی ها وقتی شکست میخورن خودشون با شمشیر خودشون با اون خنجر خودشون میکشن. در هر صورت این ماجرا به این صورته که میگن وقتی اون کشت و گوه، حالا که تو خونخوار هستی بیا این خون و اینا، دیگران واسطه شدن گفتن بابا اینم بالاخره از خودمون بوده، تابوتی بوده، و میارن و تمیزش میکنن و میفرستنش ایران. اگه دنبال سرباز و اینا میگردید داستانش کنه. ولی قسمت دوم یا دلیل دوم، اگر کوروش در شمال عرز کشته شده باشد، فاصله این مکان تا پاسارگاد به بیش از 1500 کیلومتر و اگر در شمال رود جیهون کشته شده باشد به بیش از 2000 کیلومتر میرسد. فرض کنیم سرباز پارس با روش و ترفند خاصی که بر کسی روشن نیست، جسد کوروش را از میان لشکر پیروز ترکان ماساژ بیرون آورده. در آن زمان این فاصله 1500 تا 2000 کیلومتر را همراه با جسد به چه وسیله و سرعتی تا پاسارگاد طی کرده که سربازان پیروز نتوانستند او را تعقیب کنند و سرباز پارس با خیال راحت جسد کوروش را تا پاسارگاد برد و در طول این مدت جسد هم متلاشی نشده است. به طور متوسطه هر انسان با پای پیاده و یا اسب الاغ در حالت نرمال در یک ساعت میتواند یک فرسخ یا 6 کیلومتر راه برود، و اگر فرض کنیم سرباز پارس روزی 10 ساعت راه را طی میکرده و اگر جنگ در شمال رود ارس اتفاق افتاده، حداقل مدت 25 روز جنگ در شمال رود جیهون اتفاق باشد، حداقل 33 روز طول میکشیده که این سرباز. خب دیگه ماجراها اینه، ولی همه اینا رو آقای زعیم شما بنداز دور. شما درست میگی، این قبل کوروشه. الان هم اگه دی ان ای انجام بدی، بری دی ان ای اینو در میاری با آقای فولادمند، با آقای هوشنگ رادخو، با آقای حقا، دی ان ای فارسی و ایرانی هستن، قبول ده. حالا چه باید کرد؟ فردا میخواین چیکار کنید؟ برنامه‌تون چیه؟ هیچ. پاد هیچ برنامه نه. خب بریم سراغ چند تا نوشته دیگه. درگیری لفظی ترامپ و پال رایان بر سر حق تابعیت متولدان در خاک آمریکا. این همین چیزیه که باز ترامپ برای افراد بی سواد و کم سوادی که اصلا قانون اساسی آمریکا رو یه بارم نخوندن ندیدن، میگه که من با نوک قلم با یک امضا میتونم این قانون رو برگردونم. اون مرده که الانم دیگه میخواد ول کنه از موقعی که ترامپ آمد، البته اینا یه شغل بهتری پیدا میکنن، این الان رئیس مجلس، سخنگوی، سپیکر آف ده هاوس. یعنی اگر امروز هواپیمای ترامپ و نخست وزیر معاون دوتاشون با هم بیفته و برن از دنیا، این آقا میشه رئیس جمهور. این کسی که قبلا هم قرار بود بشه معاون اون میت رامنی و خیلی هم تندروه، ولی این گفت که ترامپ اشتباه میکنه، همچین قانونی رو نمیتونه عوض کنه. ترامپ آقای سلامی نگاه کن، غریب و خودی حالیش نیست، این مثل سگ نازی آباده، همه رو میگیره. حتی به پال رایان گفته چی؟ درگیری لفظی، و بهش گفته تو فعلا بهتره به فکر حفظ اکثریت در مجلس باشی تا نظر دادن درباره حق شهروندی و قانون اساسی. گزارش دیدبان و حقوق بشر از تجاوز به زنان در کره شمالی، ظریف درباره ادعای طرح ترور در دانمارک، اقدامات انحرافی موساد است، اینجا ایران است، آگهی پوشاک در اسرائیل جنجال به پا کرد. اینها هم خبرهای جنبیه که ایرو نیوز، من چون به اصطلاح ساین اپ کردم باشون، برام میفرستن. نشست سالانه کران مونتانا
امنیت جهانی زیر سایه کرامونتانا چیه؟ صدها سیاست مدار تارجه شرس نواده بینانی در 20 اجلاس سالانه کران مونتانا که با تظاهرات گسترده اسلامگرایان در پاکستان که میخوان آسیه بی بی را دار بزنید. این یه خانمی بوده که یه چیزی گفته بود چند روز پیش، گفت دولت آزادش کرده. اونجایی که صحبت از هند و معامله با نفت و اینا میکردیم، یک ماجرای دیشب اینجا نشون میدادن که بلندترین مجسمه چیز در هندوستان الان به اصطلاح بنا شده. یا بذار من صدا اینو کم کنم. بله اینه، میگه که رونمایی از بلندترین مجسمه اینجا ما این چند روز دیگه که باقی مونده به انتخابات، پدرمون رو در میارن از بس تبلیغ به خوردمون میدن. این روزا هم که دیگه هر جا میری شما، قبل از اینکه این ویدیو اصلی بیاد، این اتفاقا این خانمه همین وکستون مال همین منطقه ما هست، هندوستان آمده 400 میلیون دلار خرج این مجسمه کرده که از مجسمه آزادی آمریکا بزرگتره. دو سه تا مجسمه دیگر هم نشون داد و میگه که این به اصطلاح رهبر سرشناسی هم مثل گاندی نیست، ولی یه جورایی این در رابطه با میدونید مثلا توی هندوستان میگن 350 یا 3.5 میلیون خدا، یه چیزایی خوندم اصلا اون روز داشت مخم سود میکشید. بله، رونمایی از بلندترین مجسمه جهان، بلندترین مجسمه جهان که تندیسی از سردار والابای های پاتل از بنیانگذاران کشور هند است، روز چهارشنبه در ایالت زادگاه او گراجات توسط ناراندرا مودی نخست وزیر این کشور رونمایی خواهد شد. این ماجرا نقل کشور هند و گفت بنیانگذار این آقا رضا بیسواد اینجا توی صحبتی که یه عده از خواص رو جمع کرده بودن، سوالای از پیش تعیین شده و به به و چرچر، گفت که ما کشورهای اطرافمون همه 100 سال هست، حتی بعضی هاشون 100 سال هم نیست، گویا اسم عراق هم برده. بعد طرف گفته آقا شما اصلا برو تاریخ عراق و بابل و نمیدونم اینا رو بخونی، میفهمی که کارت خیلی خرابه. اینم از این ماجرا. بذارید من یه ایمیل رو به شما نشون بدم، اگه کسی این احمق رو میشناسه تماس بگیره. یه نفر به نام مهرداد 1930@yahoo.com. اینا معمولا آدم های ترسوی هستن که یه روز به عنوان طرفدار من میاد، یه روز به عنوان مخالف من میاد، ولی جرأت و شهامت و قدرت ندارن که بیان حرفشون رو بزنن. این آقا همون کسیه که میگه خوب شد شما ما محرم مشکی پوشیدی. گفتم آقا من یه روز کت مشکی میپوشم، یه روز پیرهن مشکی میپوشم، اصلا کاری به این ماه و اینا نداره. دو سه روز پیش من توی برنامه گفتم گویا دیروز اربعین بوده، میگه بله دیروز اربعین بوده و چقدر خوب شد که شما لباس مشکی. میگم آقا مشنگی خلی تو آفتاب وایسادی، حالا نگو. این از همون مادر هوایی است که خودشون معمولا از جمهوری اسلامی پول میگیرن و اینا بدبخت، اینا باید با این تلویزیون با اون تلویزیون یه چیزی بزنن نشون بدن که آقا ما حقوق گرفتیم. اگر آقا تلویزیون جمهوری اسلامی به ماها حقوق میداد، شماها همتون تلویزیون زده بودید. برو گم شو دنبال کار که نداری، برو آقا برو. من اینجا بگی بلاکت کردم، بزن نشون بدم دوستان. این ایمیلشه، مهرداد 1930@yahoo.com. اگه کسی اینو میشناسه مشخصات رو بگی. گفتم یه دلار میدی چیز که از شما یه دلار هم ارزش نداری، که این ایمیل رو که میدی هر اطلاعی هر جای دیگه در رابطه با این باشه برات پیدا میکنم بهتون میدم. اینم یه سرویسی که روی اینترنت هست برای اونایی که فکر میکنن قایم شدن و اینجوری. در هر صورت من الان اینجا رو به شما نشون بدم که بلاکت میکنم. البته جیمیل وقتی بلاک میکنی باز شما رو میفرسته تو اسپم. اسپم هم میگم این ترش و اسپم و اینها یه چیزی که هم واقعا لیاقتش، شما لیاقت اونو داری، اونم لیاقت تو ما. بذارید من اینجا نشون بدم که این دیگه ببینه، چون میدونم اینایی که اینجوریان معمولا بیشتر از شماها برنامه ما رو نگاه میکنن. اشتباهات برنامه خلیج فارس و آها بذارید براش بگم که این گفته که شما برو برنامه های خودتو نگاه کن،
من برای این نوشتم، نوشتم ولی من احمقم که برنامه خودم نگاه کنم. تا وقتی احمقای مثل تو هستن من برنامه خودم نگاه نمیکنم. این میبینید آقا مرداد 1930 اینجا میزنی بلاک، هر کسی بلد نیست، جیمیل، هر کسی دیدید مزاحمتونه بیان اینجا بلاک ام ام. اینم احتمالا اسمش هست مرداد مادر قهوه، بلاک بلاک، برو گم شو. خب راحت و آسوده. خب دنبال یه موزیکی چیزی براتون میگردم که با اون برنامه امروز رو به پایان ببریم. بازم از شما میخوام که درباره این حرکتی که خانم نسترن زنوسی آغاز کرده، برنج و روغن به خانواده های گرسنه در ایران میده، فکر کنید. با $10 شما میتونید خانواده ای رو فعلا از گرسنگی نجات بدید تا بعد حالا انشالله ماهیگیری یادشون بدید. خب اینم از این خانم معلمی، اون رو نشون دادیم. حلبی آباد عربستان، فرق در عربستان، به تماشا و نظر بده لطفاً. ببینم این چی بوده. آها این همین بود که اسراف و اینا رو نشون دادم. ما باید یک خونه تکونی انجام بدیم. واقعا این پای بهار دو ماه دیگه است، نه بابا پنج ماه دیگه. فکر کردم اینجا کریسمس و اینا، با این تاریخ اشتباه کردم. بله ایران ایندیا سانکشن، اینم اینجا گذاشته بودم که بهتون بگم که توی اون ایرو نیوز هم اومد یا توی یورو نیوز اومد. بعضی ها میگن یورو، بعضی ها میگن یورو و الی آخر. آخرین اختراع عرب ها رو هم من بهتون نشون بدم اینجا، که اتفاقا من برای این دوستم نوشتم که حالا شما میخوای مسخره کن ولی این فکر خوبیه. دلیلش هم بهتون بگم. همینجا دوستان خیلی ها میرن کمپ. حالا بعضی از این کمپ ها توالت داره، حمام داره، بعضی ها نداره. آمریکایی میگه من میخوام برم ببینم مثلا 200 سال پیش چجوری زندگی میکردن. میرن یه جایی که نه آب داره نه برق داره. حالا اینا میبینه این ماشین نمیدونم لکسس، تویوتا، جیپ، چیه نمیبینم، مارتی، از هرچ این یه چیزایی ساختن که وقتی طرف میره اینجا میشینن و عین همون توالت فرنگی، ولی آفتابش هم همراشه. و برای این دوستم نوشتم یه اتفاقا فکر خوبه، مخصوصا ماهایی که به توالت فرنگی عادت کردیم الان دیگه برامون نشستن روی توالت های چینی و توالت های ایرانی. چینی نه جنس چینیه، آخه چینی هم توالت هاشون پایین مشکله. این فکر خوبی. بله این اوضاع و معیار دنیاست که انسان را از رحمت دور و از آدم شدن من میکنن. اینم میگم من بعضی وقتا این چیزایی که این دوستمون فرستاده نگاه نمیکنم. آها این خیلی جالبه. این یادم میاد این یک کمدین ما اینجا داریم، آقای تهران. میدونید که تهران باباش ایرانی بوده یا هست و مادرش یک خانم سیاه‌پوست بوده. اینا وقتی با هم ازدواج کردن و بچه دار شدن، بابای اسم این بچه رو گذاشته تهران. فامیلیش الان یادم نیست، اتفاقا باباشون علی آقا دوستونه، ولی الان فامیلیش یادم نیست. میگن اینجا خیلی فامیل مردم یادتون نمیاد. در صورت این تعریف میکرد که اولین باری که رفت ایران بابا بزرگش و اینا براش بره آوردن، بعد اینم رفت هی بغل کرد بره رو، ببعی ببعی فلان، بعد گفت یه دفعه آقا بلندش کردن تقی کوبیدن زمین و لب باغچه. حالا این ماجرا هست. من اینو یکم نگاه کردم، واقعا دلم نیومد، ولی نگاه کنید با هم. خروس بیچاره یا مرغ بیچاره رو گرفته میخواد سر ببره، بچه میاد چاقو رو میگیره از دستش. خب به خیلی گذشت، خروس رو بغل کرد و برد. از این خروس هایی مثل خروس لاری وقتا میگفتن یا خروس جنگی، از اونم بود. و این هم یه ماجرایی که اینایی که تو خونه خودشون مرغ و به اصطلاح بره و اینا داشتن، بعض وقتا این شدود پت بچه ها، یعنی مثل حیوانی بود
حیوان دست پرور چی میگن، بعد یه دفعه جلو خودش سر میبریدن. یه مقداری ما همه مال میدل ایست روانی هستیم، ممکنه همین باشه. میگه آقای سوربی همه حتی دولتی یونیفرم دارن و به خیاطی مخصوص معرفی میکنن. آها من نمیدونستم، این اتفاقا فکر خوبیه. مدرسه هایی که تو کشورهایی مثل چین و اینها هم یونیفرم دارن، این آقای یوسفی اون موقع نوشته که من راجع به اون. خب خیلی ممنون، همین که من میگم من خبر ندارم اینجوریه. این باعث میشه که بچه ها خیلی اختلاف طبقاتی رو اونجا متوجه نشن، مخصوصا اگه به همه بگن شما باید بری از یه جا بخری که نوع پارچش، نوع دوختش، اینام یکی باشه. من یادم ما تو ارتش بودیم که موشا، خب ما همون لباسی که دو ارتش به اون دادون میپوشیدیم. بعد یه آقای بود، این باباش سرهنگ دستپی بود مال سنندج و اینها، این رفته بود لباسایی رو که حالا ما هنوز داشتیم دوره میدیدیم، این رفته بود لباس رو که افسران میپوشیدن خریده بود، یه جنسی مثلا مثل ساتین، ساتین میگفتن یا سیلک، ابریشم و اینها، یه کلاه این جلو کلاهش هم اینقدر بود. الان دیدید کلاه ها تو ایران این نقابش از این وری میره، تو اون زمان زمان شاه این کلاه ها هرچی از این وری بلندتر بود. و این آدم خیلی کوتوله بود، یعنی از همه ماها، ما آدم قد بلندی نیستیم معمولا ایرانی ها، ولی این از همه ما کوتوله تر بود که من میخندیدم و گفتم خب این اب نداره کلاش اینجوری باشه. ولی اینی که شما گفتی من نمیدونستم، ممنونم، خیلی ممنون. میگه آقا این تولد 16 رو بذارید حال کنیم، یه مشتی معتاد و بنگی و اینها رفتن و به اصطلاح اونجا جمع شدن. بعد طرف میگه اگر شما این همه پول داده بودید نمیتونستید یه همچین جشن باشه کوی. آقا این جشن این روزا تو هر هتلی شما 200-300 دلار که میدی یه اتاق بارروم بهت میدن. بعد تمام ماهایی که تو آپارتمان زندگی کردیم میدونیم یه جایی هست به نام ریکریشن روم یا اتاقایی که برای دست جمعی، شما از قبل ثبت نام میکنی 150 نفر 200 دلار میدی، بعد یه پولی هم میگیرن به عنوان ودیعه که اگه تمیزش نکنی اون پول برای تمیز کردن اینا. ولی آدم بایستدید اونجا چهار تا آدم بیکار، همتون هم از سوشال پول میگیرید، اصلا ارزش نشون دادن نداره. فرخ میگه احمد نعیمی از دوستان من است که در رضاییه در بند ما تومپت توی بند ما ترومپت میزد. آها خب تماس بگیر باش بگو که ما نشون دادیم. و اما اسم دختر زن قبلی من از ازدواج قبلی رامیساست نه رومیسا. خب اینم متاسفانه مشکل فارسیه و فکر کنم توی اون من دیدم نوشته بود رومیسا، یعنی ر و میم ی س الف. ممنونم، ایشون میگه رامیسا و من میخواستم ببینم این رامیسا ریشش کجاست، ترکیه، چون این دوستمون اهوازیه، اون کسی که دستم. ممنون و متشکرم. خب این از این، ببینیم دیگه دوستان چی نوشتن. بله آه اون روز من اشتباه کرده بودم دوستان، وقتی ویدیو رو گذاشته بودم نوشته بودم این ویدیو فقط برای خود من. ببینید وقتی بهتون میگم برنامه ها بعض وقتا با وجودی که کامپیوتره ولی احمقانه است، بعد من اینجا میزنم اینوایت، بعد فیسبوک میگه وی اینوایت all your friend، نمیگه آقا تو گذاشتی برای خودم تنها، اون وقت چرا همه رو دعوت میکنی؟ تو اگه یه ساندویچ خریدی میخوای خودت تنها بخوری، پس ما همه رو دعوت نمیتونیم بکنیم. نمیگه، میگه اوکی همه دوستات دعوت شدن، خیلی مواظب باشید. بعد که سعید لطف کرد اون لینک یوتیوب رو فرستاد، بعد اومدم نگاه کردم دیدم یه جایی شما هر پستی میذاری باز میتونی اونجا دوباره لاک کنی، پابلیک، فقط برای خود من، فقط برای اونایی که دوستن، فقط برای دوستای دوستای من، فقط برای اونایی که از این کوچه. آخ آخ زندگی رو چقدر اینا مشکل کردن و هممونم به غیر از یعنی بدون این مشکلات نمیتونیم یه ساعت هم سر کنیم. حتما براتون اتفاق افتاده، شما میشینی تو ماشین همچی که دور بشی از خونه میبینی تلفن رو نبردی، مثلا تا این ماشین میخواد دور بزنه برگرده خونه شما تلفن تو برداری شما نصف العمر شدی. بابا تلفن ما میرفتیم مسافرت یه هفته دو هفته سه هفته اصلا خبر نداشتیم تا
تا برگردیم خونه، و این تلفن هم قرار بود تلفن همراه و تلفن اضطراری برای ماشین و اینا باشه و تو ماشین نصب بود. حالا دیگه بعد اومده شده تلفن اصلی. میگه که ملت قهرمان پرور و نخبه کش. خب من از دست این مجیدم اگه در برم، اون یه مجید دیگه برم میفرسته. مجید نوروزی دوستان این ویدیو رو فرستاده، با هم این ویدیو رو نگاه کنید و ببینید چه جشن باشکوهی، چه کیک بزرگی گرفتن برای تولد آقا رضا عقب افتاده. نگاه کنید، یه مشتی پناهنده حقوقای مجانی سوشال کشورها رو میگیرن، اون وقت این کشورها بعد میان به افراد جوانی مثل اون بنده خدا خانم هما رضایی یا اون خانم معصومه عزیزی سخت میگیرن، میگن شما پناهنده نیستی، بیا بخونید همه با هم ای شاه ایران روزت مبارک. قلاب این میگه من شاه نیستم. اون دوستمون میگه حالا آقای زهراوی میگه حالا این میاد هر وقت مردم گفتن، گفتم آقا تا حالا کدوم رهبری شنیدید بیاد منتظر مردم باشه؟ میگن رهبر، نمیگن دنبال رو. اون یکی میشه رهرو. ببینید بیافتیم هم اون مجید خواسته هم این مجید خواسته. بفهم 33 دقیقه از آقا مجید خب. یک کیبورد خودش میخونه، بعدم یه نیم ساعت دیگه لابد رقص عربی هم براتون انجام میده. فقط قیافه ها رو کیف کنید دوستان. بله، ایشون به امید اون روز در کشورهای اروپایی به عنوان پناهنده وایستاده که از 4 تا 9 آبان در ایران جشن سراسری بگیرن. هر کی هم گفت میگیم از تولد پدرش که مرده تا تولد خودش که مثل مرده است. اون وقت خود همون اتریش، دانمارک، این ور اونور همون آقای مرداد برای من فرستاد، هم دیگران فرستاد، 6 نفر میرن بیرون. اینجا هم که میان برای اینکه اوضاع مشروبه، آخر شب ممکنه یه چیزی هم گیرشون بیاد. حالا شما بشینید بگید این مبارزه است با آخونده یا اون احمق مرداد، مرداد ام، مرداد مادر ربه. ولی اگه اومدی گفتی آقا مشکل اینه، از اون آقای زعیم گرفته ازت ناراحت میشه، آقای رامین پیرامون ازت ناراحت میشه، آقای زرابی ازت ناراحت میشه، الی آخر بذار بشن. من اگر از کسی خورده برده داشتم 20 سال اینجوری مقاوم وای نمیستادم. در صورت دوستان عزیز، سه‌شنبه ما هنوز یه برنامه دیگه داریم، دوشنبه قبل از سه‌شنبه، ولی سه‌شنبه 6 نوامبر در آمریکا روز رأی‌گیری هست، حتما در رأی‌گیری شرکت کنید. دیشب این آقای مایکل مور توضیح میداد، میگفت هی نگید ما دموکرات ها که مجلس حتما مال ما، و خب مگه من نرم فرقی نمیکنه، حتما حتما برید رأی بدید، چون همین اشتباه رو توی 2016 انجام دادید و از داخلش ترامپ شارلاتان اومد بیرون. ترامپ شارلاتانی که امروز برای آقای سلامی فرستاد، وقتی گفت این از موقع انتخاب شده یه دونه تهمت به کسی نزده، گفتم آقا نگاه کن لیست دروغایی که گفته، بذارید اینجا براتون بیارم. ترامپ نمبر آف لایز، شماره دروغاش، 3001 دروغ آقای سلامی، 3001 دروغ تا حالا گفته، یا دروغ یا میسلیدینگ. میسلیدینگ میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه پیکان قرازه داشته باشم، وقتی آگهی میزنم برای شما بنویسم یک ماشین انجین تازه تعمیر. 3001، هنوز 2 سال نشده. اما شما هی میگی من که ریپابلیکن نیستم، من ایندیپندنتم. آقا اگه شما مثل مرغابی صدا در میاری، مثل مرغابی را میری، تخمی که میذاری مثل مرغابیه، شما مرغابی هستی. شما هی نگو من طرفدار رضا پهلوی و ترامپ نیستم،
شما هم طرفدار رضا پهلوی هستی هم طرفدار ترامپ هستی، و از اینکه این دوتا به جایی نمیرسن اینه که طرفدارانی مثل شما داره که افتخار نمیکنه و نمیتونه مقاوم وایسه. و الا اگر باور داشتی وای میسادی، موقع آقا رضا پهلوی هم میرفت ایران. دوستان عزیز، ساعت 3:55 است و ببینم چی هست دیگه براتون اینجا. بله، برنامه امروز رو با پناهجویان رو دریابیم. خانم هما رضایی والا با ما بودن. حتما نگاه کنید، اگر در دانمارک هستید، اگر سازمانی دارید که میتونید کمک کنید به اینها، هم دوستانی که جوون هستن مخصوصا کمک کنید. ترامپ and his umbrella، این ماجرای ترامپ و چند روز پیش نگاه کنید، یک چتری دادن دستش، تازه بارونم نبود به اون صورت، به خاطری که باد بود و این مو و کلاگیس، این معلوم نیست چه گویی هم رو سرش، چه آشکاری هم رو کلاشه. یکی میگه آقا تو برنامه نگو گو، گفتم آقا این حرفا چیه، همین اگه میخوای نگی تا به اون مرداد احمق برو سراغ میبودی یا این برنامه، که اونا از صبح تا از میخورن ولی نمیگن. خب بفرما، این آقا ترامپ رو نگاه کنید. Stairs of Air Force One to head out to a speech to the future farmers of America, and then a campaign rally later tonight, addressing the media here for the first time since the shooting at this synagogue in Pittsburgh, calling it a terrible, terrible thing. Something has to be done about the hate in America. Talked a little bit about what he felt could have happened if there was an armed guard inside of the synagogue or someone to fight back. Praised law enforcement who. اولا اگه دیدید هیچ که دیگه چت نداشت، چون باد می اومد، بارون نبود. این فقط فکر میکنه این موهاشم خیلی خوشگله. من گاهی وقتا میرم سلمونی، طرف میگه نمیخواستی اینجاش انقدر کوتاه بشه، میگم اصلا مهم نیست، دو هفته دیگه دوباره در میاد. ولی این چون 60,000 دلار میده مو میبافن به موهاش، من از همین که این موها خدا میدونه مال کدوم مرده هست، رنگش رو انتخاب میکنن و با این میبندن که بعد باد که میاد دیدی مثل کاپوت ماشین میره بالا میاد، اینجا کچل، اینجا کچل، اینجا کچل. این برای هر نفرینی که یه نفر انجام داده یه نخ مو هم از دست داده باشه کچل کچله. ولی اگر آدمی بود که به قیافه خودش، به هیکل خودش افتخار میکرد، پاشن موش کوتاه میکرد مثل هزاران نفر دیگه که تو سن بالا تاس میشن. این کچله، کچلی یه مرض، ولی تاس شدن یک روند طبیعیه. این هم از این When you cannot figure out، میگه کسی که نمیتونه یه چت رو ببنده چجوری شما مملکت رو دادید، میخوایم بدین دستش. میگه کلید راه حل در آگاهی است و بس، هرچه آگاه تر آماده تر، اگر استفاده هم نبری حداقل کلا سرت نمیذارن. آن این با آقای پتیک کلکل میکردیم از طریق ایمیل، نقل همین آگاهی و دانش و اینها شد و ایشون گفت که دانشت که بالا بره اقلا نمیتونن کلا سرت بذارن اگه از دانش بالا سودی نمیبری. دوستان عزیز، تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. برنامه های من اینه، از هر دری سخنی، از چپ چپ، راست راست، بالای بالا، پایین پایین، مذهبی، بی دین، با خدا، بی خدا. شما هم اگر حرفی برای گفتن دارید بیاین بزنید، اگه حرفی ندارید شنونده خوبی باشید، اقلا یاد بگیرید شنونده باشید و مثل اون مرداد احمق، حالا اون دوست، اون مرداد اتشام داده فکر نکنه اونه، این برای که مشخص بشه کدوم مرداده، این مرداد مادر قبل ام ام، مثل اون نباشید که گفت هر کسی از زن خود شد یار من. شما منو از دید خودت میبینی. روزی که من این کار شروع کردم یه وکیل و یه پلیس میاد توی اون کلاس های تهیه کنندگی بهت یاد میده، میگه وقتی شما میای تو دوربین جلو مردم یه عده با شما دوست میشن، اگه ازشون بپرسید چرا با این دوستی نمیدونه، یه عده با شما دشمن میشن بازم نمیدونه. گفت اونی که دوست میشه اگه مثلا یه وقت میگه شما شبیه همکلاسی من هستی، شما میدونیم اخلاق مثل دایی منه، اینجوریه، یعنی یه چیز بیخودی. ما ایرانی ها که دیگه قربونش برم،
ایرانی که میگه خیلی ممنون که مرا به خانه های خود راه دادید، مرا به قلب خود راه دادید، اونم زنگ میزنه بدونی که برنامه، میگه من اولین بار تصادفا برنامه شما رو نگاه میکنم، ولی چقدر برنامهاتون عالیه، همش تعارف دروغ، نتیجهش این میشه. مرده که اون روز اومده ایراد گرفته، ما ایرادش خوندیم، برای اون دوستمون در خلیج فارس هم فرستادیم، اونم جواب بده. بعد اومده یه چیز دیگه گفته، حالا بهش میگم آقا اگه میخوای کمک کن به این دختر یه ساله ای که اینجوری نابیناست، اگه میخوای کمک کن به خانم زرنوسی که برنج و روغن بخره. یه مشت آدم لو لایف، پس فطرت و مملکت به این صورت. حالا شما هی بشین بگو درود 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 خروج، فکر کن با درود ورود گفتن و درود خروج گفتن کوروش هم زنده میشه. کوروشی که نتونست خودش رو نجات بده، زندگی خودش رو نجات بده، میاد شما رو نجات میده. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید.